خب دوستان عزیز، امشب مفتخر هستیم در خدمت جناب دکتر محمد نواب هستیم. برای دوستانی که جناب دکتر رو نمیشناسند، این بایو جناب دکتر به قدری طولانی است و بلند هست که واقعا من مونده بودم چطور این رو خلاصه بکنم. برام امیدوارم که خوب باشد. دکتر محمد نواب در سال 67 از دانشگاه ملی پزشکیشون رو فارغ التحصیل شدن. سال 67 دو سال رفتن به سپاه بهداشت در ایران بودن و بعد از اون به نیویورک دانشگاه کلمبیا رفتن. ایشون مدت 5 سال در دانشگاه کلمبیا رفتن و از اونجا فارغ التحصیل شدن و بعد از اون برگشتن ایران برای 5 سال استادیار دانشگاه پزشکی ملی بودن، دانشگاه ملی بودن و بعد از آن دوباره به امریکا برگشتن. دکتر نواب is working as a professor of medicine cardiology in UCLA University. He has successfully completed his administrative responsibilities as a project leader. He is serving as an editorial member of several reputed journals. He has authored 160 research article books. He is a member of American Heart Association. He has been honored as a recipient of NIH postdoctorate award. جناب دکتر، امیدوارم که من خیلی سعی کردم خلاصه بگم این رو، ولی میبخشید اگر شورت کامینگ داشتم. من شما رو آمیوت میکنم. بفرمایید جناب دکتر. خیلی خوش آمدید. درود بر شما، با سپاس فراوان برای شانسی که به من میدید. پانه شما خیلی من شیر سکرین میکنم. بله. شما رو کوهوست بکنم. بفرمید. مرسی. هایش. اوکی. میبینیم تصویر شما رو دکتر. خوبه؟ بله. بسیار عالی. فشار روحی روانی و اضطراب از روی قلب و عروق در رابطه با وقایع اخیر ایران. لطف کنید دوستانی که این کار رو نکردن، پایین صفحه یه ریاکشن میبینید. اونجا رو اگه بزنید وقتی که لازم شد، بعد ریز هند میبینید. اونجا رو اگه بزنید دستتون میاد بالا و فرید جان به شما اجازه میده که سوال بکنید و من جواب بدم. این مال دسکتاپ و لپتاپ بود. اگه آیفون یا آیپده، اون سه تا نقطه میبینی که نوشته مور. اونجا هم بزنید باز این میاد میگه ریز هند. اون اگه بزنید روش دستتون رو میبینیم، چون عده زیاده دست واقعیتون اگه بیاریم بالا نمیبینیم. ولی اگه اینو بزنید میایین جلوی صف و ما شما رو میبینیم. دکتر جان شما بگو، چون به تالار آشنا ندارید، من خوب شد که درباره شما صحبت کردم، یه مقدار هم راجب تالار صحبت کنم. این دوستان که روی خط میبینید، یه چیز حدود 508 نزدیک 600 شب هست که با ما هستن و بسیار به تکنولوژی و ریز هند کردن و سوال کردن وارد هستن. اکسپرتن. اما شما هیچ کاری نخواهید داشت. بفرمایید دکتر. ماشاءالله. من برای شما نوشتم هر موقع میخواین یه اینجوری بکنه که من تمام کنم و دوستان سعی میکنم هر 10-15 دقیقه صبر کنم و دوستان اگه سوالی دارم بپرسم. خب ما انواع و اقسام بیماری قلبی داریم. مهمترینش اون است که رگ قلب میگیره. قلب دو بخش خون داره، یکی توی دهلیزا و توی بطناشه و یکی توی رگایی که توی ماهیچه‌هاش هستن. اونی که ما صحبت میکنیم راجب خون سرخرگیه که روی ماهیچه ها و توی ماهیچه ها هستن، نه خونی که در داخل قلب و پمپ بشه و میچرخه. پس بزرگترین گرفتاری وقتی است که سرخرگ قلب تنگ میشه، پلک درست میشه. اگه لخته درست بشه قلب خون نمیرسه بهش، ماهیچه از کار میفته و حمله قلبی داره. دوم مسئله برق قلبه. بذارید من اینو بگیرم که راحت تر نشون بده. اجازه بدین.
اوکی. لیزر پوینتر. اوکی. دومیش این برق قلبه که حالا چند دقیقه دیگه بیشتر راجبش میگم. بعد دریچه ها. مسئله دریچه ها رو داریم. میترال والو ترینیدین، ترایکوتس ترینیدین. بعد گشاد شدن بطن هست. کلوف شدن عضله هست. التهاب دور به قلب هست. یا اینکه آورت انیوریزم پیدا کنه و خونریزی بده. شما میتونید برین توی گوگل بزنید UCL سلامت و ما اونجا اطلاعات میدیم بهتون راجب زومای گوناگونی که داریم. یه دونه اول ماه در UCL داریم، یکی استادای دانشگاه شریف و دانشگاه تهران داریم، یکی South Bay Persian Heritage Foundation خانه ایران داریم و یکی اندیشکده سقراط و غیره و غیره. من فلایرای اینا رو روزی که این میتینگ هست میذارم توی این UCL سلامت و شما میتونید کلیک کنید و به ما بپیوندید. بنابراین گوگل UCL سلامت، همه چی اونجا هست، لینک هست، آیدی هست، پاس هست. خب همطور که گفتم بیشترین گرفتاری ما گرفتارگی رگ قلبه، اتروسکلروزیس، تنگی رگ، لخته در خون. بعد استروک داریم و بعد مسائل دیگه. رگی که روی قلبه، نه خونه که توی قلبه، اینو بهش میگیم سکته قلبی و نرسیدن خون به مایچه قلبه. ام آی بهش میگن، مایوکاردیال انفارکشن، انفارکت. قدیما که فرانسه میگفتیم، میگفتیم انفارکتوس. و این بیشتر از 20% خطرناک نیست. معمولا مخصوصا تو آمریکا به مریض میرسن و نجات میدن. 20%ش ممکنه نجات پیدا کنه. این لوله کشی قلبه، فلامینگشه. بعد ایست قلبی داریم که اون برق قلبه، فلاتر بهش میگیم، ای فیب یا ایتریال فیبریلیشن میگیم، کاردیاک ارست، ایست قلبی یا سادن دث، مرگ ناگهانی. این 80% خطرناکه و اگه آدم نزدیک دیفیبریلیتر نباشه، نزدیک مرکز پزشکی نباشه، یه سیستمی البته تو لس آنجلس درست کردن که فوری به آدم میرسن. خیلی خیلی دکتر سیور در گروه ما سالها کار کرد و برنده جایزه شد که فوری به آدم میرسن و هم از همون موقعی که به آدم میرسن شروع میکنن دیفیبریلیت کردن و تماس با مرکز پزشکی و غیره. روزی 1000 نفر در آمریکا از این گرفتاری از میون میرن. موج قلب به جایی که موج برقش بیاد این بطنا ونتریکولا رو باز و بسته کنه، به هم ریخته است. به جایی که اینجوری مرتب باشه این شکلی هست. بعد دریچه ها که شنیدین زیاد راجبش، به خطرناکی حمله قلبی و ایست قلبی نیستن اینا. اینا مزمنه، سالها طول میکشه تا آدم اذیت بکنه، در صورتی که اون دوتا حاده و خطرناکتره. بعد این بهش میگیم کاردیومایوپاتی. کاردیو یعنی قلب، مایوپاتی یعنی عضلش آسیب دیده، بیماره. میبینید نرمال اینه و اونجایی که در اثر فشار به قلب اومده یا اشکالات دیگه، عضله ببینید چقدر زخیم شده و جایی که خون باید پمپ بشه ببینید چقدر کم شده. نرمال اینه و این کم شده. این مهمترین بخش قلب ماست. بطن چپه، اونیست که خون اکسیژن شده رو میفرسته به سر و به بدن. برابر این از همه خطرناکتره که بهش فشار بیاد. اونای دیگه هم البته مهمه. اونی که خون رو دریافت میکنه میفرسته به ریه، اونی که خون رو از ریه میگیره و میده به این و اون میده به بدن. یه موضوعی که کم بهش توجه میشه، مورگ های درون ماهیچه‌های قلب هستن. تمام قلب پر از مورگ، پر از عصب، پر از لیمفاتیکس و این جدیده. توجه به مورگ های قلب جدیده. ما همش راجع به رگای بزرگ حرف میزنیم، ولی اینا هم حیاتی هن که خوب کار کنن. مثلا میشنیم میگن یارو هیچیش نبود افتاد از میان رفت. نه، غلطه که بگیم هیچیش نبود. نمیشه آدم هیچیش نباشه و بیفته و از میان بره. من جوانبی هست، زمینه هایی هست که دیده نمیشه، تشخیصش تازه عملی شده و یکی از اونها هم مویرک های قلب. خب میگن شنیدیم که در رابطه با عوامل آسیب‌زا برای قلب نیاز بیشتری به توجه به استرس هست. یعنی
کلسترول میدونیم، گفتیم خواب خوب، دوشیدنی خوب، غذای خوب، استراحت، ورزش و چه همه اینا رو میدونیم و بهش توجه میکنیم. چیزی که خیلی بیشتر لازمه بهش توجه بشه استرسه. یعنی میگه که It's not the stress that kills us. It's our reaction to it. یعنی با استرس رو چجوری هندل میکنیم، با چجوری کشتی میگیریم، کنار میان. وگرنه استرس همیشه هم در واقع یه چیزی میگن متخصصین روانی میگن که اگه استرس نباشیم ما بورد میشیم، حوصله‌مون سر میره. اگه ما رو بذارن توی جزیره، غذا و آبم بذارن جلومون، برای یه هفته دو هفته ممکنه خودکشی کنیم از اینکه هیچ کاری نداریم بکنیم، هیچ کسی نیست اینا. برای من استرس کم سازنده است، باعث میشه ما فعالیت کنیم، فعالیت باعث میشه که تن و روانمون سالم بشه. استرس زیادی هم مثل استرس خیلی کم آسیب زاست، ولی مهم اینه که ما چجوری با استرس معامله کنیم، کشتی بگیریم، را بیاییم، مدیریتش کنیم. دیده شده که بودن کسایی که قلبشون کاملا نرمال بوده ولی استرس انقدر شدید بوده که حمله قلبی بهشون داده. اینا رو من فرستادم برای فرد جان و هر کی که دوست داشت میتونه بیشتر بره توی دیتیلش رو ببینه که چجوری استرس روی همه اعضای ما از جمله قلب و عروق و اینها اثر میذاره. مثلا وقتی استرس داریم مغز و استخوان شروع میکنه گلوبول قرمز و گلوبول سفید میفرسته برای دفاع و این زیاد کمش خوبه و اندازش خوبه مثل هر چیز دیگه، ولی وقتی که بیش از اندازه شد التهاب میاره و التهاب رگ رو اذیت میکنه و ما میریم توی حلقه معیوب. میگن مدیریت استرس بهترین درمانه. چرا؟ 99% بیماری ها ناشی از درست فکر نکردنه. به خود این براتون عجیبه، چون که امپراتوری داروسازی و هلتکر سیستمی که 20 ساله درست شده به همه ما میگه ما همه مریضیم. اگرم بگه آقا من مریض نیستم، میگه باشه دوا بخور که مریض نشی، ولی دوست دارن که بشنون که ما همه فکر میکنیم مریضیم. هرچی بیشتر دارو بخوریم، هرچی بیشتر جراحی کنیم، هرچی بیشتر مزربل و مفلوک و درمانده باشیم که اونا بیلیون 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 پول در بیارن. دهه 1990 پولسازای آمریکا، بیلیونرها و تشنه های میلیونر شدن و بیلیونر شدن در کانزاس سیتی جمع شدن، گفتن ما به از کافی میلیون ها از هتل ها و ریزورت ها ساختیم، بریم سراغ مراکز پزشکی. و اومدن و مراکز پزشکی آمریکا یکی پس از دیگری ورشکست شد، چون اینا همه چیشو به هم ریختن. حالا توی دیتیلش نمیرم. و هلت کیر سیستم شد هلت دامیج سیستم، خدمات درمانی شد صدمات درمانی. منتها اینو با پزشک و متخصص و جراح قاطی نمی کنید. پزشکای شما، باهوشترین آدم های شما، سخت‌ترین درس رو خوندن، مشکل‌ترین کار رو دارن میکنن، جون من و شما رو در کف دستشون گرفتن با این وکیلای ماهری که نشستن اونجا که میلیون میلیون لاسود درست کنن. با وجود این آدم های باهوش به جای اینکه برن کارهای دیگه بکنن و میلیونر بیلیونر بشن، اومدن کار به این سختی که درمان ما، جراحی ما و غیره هست، اینا رو به عهده گرفتن. برای پزشک فداکاری داره میکنه، هلت کیر سیستم، بیمه ها، صنایع داروسازی هست که داروی بیخودی به شما میگه بخورید. دانشگاه هاپکینز و کاکرون اینستیتو میگن که 80% جراحیایی که داره میشه غیر لازمه، مخصوصا در مناطق روستایی. سازمان بهداشت جهانی سالها پیش گفت تنها 5% داروهای مارکت اساسی هم. یعنی ما از 10,000 دارویی که داریم فقط 500 تاش لازمه. 9500 تاش اگه دکتر شب پیشش خوابیده باشه، اگه درست تشخیص بده، اگه ما درست دارو رو بخوریم ممکنه به ما کمک کنه. ولی 9500 تاش اساسی نیست. اگه شانس بیاریم ممکنه کمک کنه. البته چیزایی که من اینجا دارم میگم آموزشیه، تحقیقاتیه، درمانی نیست. درمان مال پزشک شماست، مال متخصص شما. شما هیچ چیتون عوض نکنید. دستورات دکترتون،
متخصصتون، جراحتون، اینا باید مو به مو دنبال بشه وگرنه اذیت میشید. برای اینا که من میگم صرفا صحبت نظر منه و تحقیقاتی آموزشیه. حالا براتون خواهم گفت که وقتی ما درست فکر میکنیم تنمون و روانمون سالم میشه، و وقتی که درست فکر نمیکنیم گرفتاری میاریم، میریم تو حلقه معیوب. برای من در این 60 سالی که در ایران، در کلمبیا، نیویورک بخش قلب، و در UCLA در 40 سال گذشته در بخش قلب پهلوی بهترین استادا، بهترین منتورا، بهترین ورکشاپا، سمینارا و غیره چیز یاد گرفتم، به اینجا رسیدم که 99% ماها سالمیم. اینا به ما میگن مریضیم که ما سوء استفاده بکنم. حالا براتون بیشتر میگم چرا اینجوریه. خب وقتی درست فکر میکنیم عالی میخوریم. ببینید عالی رو هایلایت کردم، خیلی خوب کافی نیست، چون انواع اقسام ویروس توی هوا هست، مواد شیمیایی هست، اشعه هست، استرس هست، میکروب هست، آنکوجین هست، چه و چه. برای ما دست بالای بالا رو میگیریم، عالی 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 میخوریم که در مقابل پیش بینی نشده ها، در مقابل unexpected ها مقاوم باشه. بقراط پدر طب دنیا میگه let food be your medicine. بازم میگم این معنیش نیست که داروتون رو قطع کنید. میگه اون موقع هم داروهای به خوبی امروز نبوده. این 500 داروی که ما داریم طولانی کرده عمر ما رو، از 42 سال میانگین 42 سال رسوده به 85 سال. برای این دو برابر شده طول عمر ما و درد من کمتر شده، زجر من کمتر شده. داروهای خوب حیاتی هم. انسولین حیاتیه، داروی پایین آوردن کلسترول حیاتیه. وقتی که ایتر کشف شد جراحی ممکن شد. داروی فشارخون حیاتیه، داروهای ضد سرطان حیاتی هم. همه اینا. ولی اون موقع بقراط پدر تبلیم پزشکی میگه let food be your medicine. غذا میتونه بدن رو سالم نگه داره، بازسازی کنه، و وقتی بدن سالم شد روان ما هم سالم خواهد شد. عالی می نوشیم، باز میگم عالی، آب کافی بنوشیم. یه دی میگن نه زیادی آب ننوشیم، ممکنه الکترولیت ها نمک های بدنتون بره، ولی ما چون فعالیت زیاد نمی کنیم تشنه نمیشیم، کم آب میخوریم. چون فعالیت زیاد نمی کنیم نفس عمیق نمیکشیم، در چه گوشه های ریه های ما کهنه شدن، سلولاش پژمردن، و ویروس کووید صاف میره سراغ اون سلولای ضعیف شده. چون ما فعالیت نکردیم، نفس عمیق نکشیدیم، این سلولا ماساژ ندیدن در گوشه کنارای ریه ما. پس هم عالی می نوشیم، عالی می خوریم، عالی راه میریم، هر چی که میتونیم راه میریم. بهترین کاره، بهترین کار. نیچه میگه افکار عالی در خلال راه رفتن به ما میرسه. ما فکر میکنیم راه رفتن فقط برای تن ما خوبه، میگه برای روان عالیه. ببینید تایم مگزین میگه The exercise cure، یعنی اسم اکسرسایز میذاره درمان. یا مثلا من وقتی اینو دم فرودگاه لس آنجلس دیدم، مثلا دنیا رو به من دادم. Moving is the best medicine. Foundation arthritis. و اینا 80 ساله 90 ساله هستن که دوست دارن فکر کنن نسخه شون معجزه میکنه، و اینا معجزه گرن. اینو به زور نوشتن چون فکر میکنن مدیسین خودشون، نسخه خودشون درمانگره، ولی مجبور شدن بگن Moving is the best medicine. بعد از فشارهای زیادی که بهشون اومده. عالی میخوابیم، خیلی مهمه. ما چوبازی در نمیاریم بگه آقا من 4 ساعت میخوابم بسته. نخیر، 5 6 7 ساعت لازمه که بخوابیم. خواب خوب باید داشته باشیم. 20% 40% آمریکایی‌ها خواب خوب ندارن و توی حلقه معیوبن. این دین اورنیش استاد دانشگاه UC سان فرانسیسکو که از هاروارد جلو زده مثل استنفورد، و این یک مکتبی رو شروع کرد در 15 سال پیش به اسم Transforming Power of Lifestyle Medicine. پزشکی خودش اختراع کرد، میگه پزشکی روش زندگی. اینجا نیوزویک نوشته Can this man save your heart؟ این آمد UCLA، 200-300 تا از بیماری قلبی که با بهتر کردن روش زندگی قلب اینا رو درست کرده بود، گفت اومدن پای سخنرانیش
و هر کدوم شهر دادن که چطور از این رو به رو شدن با بهتر خوردن، خوابیدن، راه رفتن، نوشیدن و از همه مهمتر مدیریت استرس. و این فان رو گذاشت بالای اسلایدش، یعنی خوشگذرونی از همه اینا بهتره. اگر ما حالمون خوب نیست، برای اینکه به اندازه کافی خوش نمیگذرونیم. من قدیما شک داشتم بگم خوشگذرونی خوبه، چون ظاهرش اینه که شیک نیست آدم بگه خوشگذرونی، چون روزخونه به ما گفتن خوشگذرونی بده، سنگین رنگی باشی، قلم به سلم به بگین، قلم به سلم به رفتار کنین. ولی وقتی دکتر هولاکویش اینم پشت رادیو توی برنامهش گفت خوشگذرونی، من گفتم به به، پس اشکال نداره منم بگم خوشگذرونی. میگه فان بهترین داروه، بهترین درمانه، بهترین پیشگیریه. بعدم که ورزش و تغذیه خوب و سیگار نکشیدن و مایندفولنس. اگه بگین مایندفولنس یعنی چی؟ میگم یعنی که تنتون اینجاست، روانتون هم باید اینجا باشه. تن شما اینجاست، حواستون هم باید اینجا باشه. نه که تو 2000 سال پیش و 5000 سال پیش و تو اعماق فضا و تو 40 سال پیش و تو نمیدونم انقلاب و منقلاب یه حرف. نه، تن شما اینجاست، بدنتون برابری روانتون هم باید اینجا باشه، حواستون باید اینجا باشه. اگه حواستون اینجا نباشه اسمش چیه؟ حواس پرتی. درست نیست ما حواس پرت باشیم. شنیدین میگه حواستو جمع کن، یعنی همه رو بیار اینجا کنار تنه. این روان پزشک، ببخشید، نورولوژیست، عصب شناس، دکتر متخصص اعصاب، یو سی سان دیگو پزشکیش گرفت، اومد اینجا یو سی ال 30-40 سال پیش اعصاب خون، بعد رفت دانشگاه کلمبیا نیویورک، رفت تو موزیک. بهترین کتاب موزیک رو نوشته به اسم میوزیکوفیلیا. مرد در 85 سالگی اومد لس آنجلس یو سی ال در رویس هال، 1800 صندلی پر شده بود و این 2 ساعت مرد 85 ساله بدون نوت، بدون اسلاید، همه ما رو شگفت زده کرد. و آخرش میگفت Music is as powerful as any medicine. داد میکشید بدون بلند. میگفت Only 0.1% of people are tone deaf. یعنی فقط 99.9% مردم موزیک سرشون میشه. حق ندارن بگن من استعداد موزیک ندارم. دست کم باید آواز بخونی تو ماشین برای خودتو زیر دوش. موزیک میگه به خوبی بهترین داروه موزیک. یا مثلا میگه که Music is not a luxury. تشریفات نیست، شیک بازی نیست. It's a necessity. میگه مثل اکسیژن لازم موزیک. خوشبختانه از برکت این گوشی ها و تلفن های هوشمند، همین الان که من و شما داریم حرف میزنیم، 1 میلیارد آدم داره با موزیک درمان میشه. افسردگیش کم میشه، خستگیش در میره، خوابش بهتر میشه، خواب میبره براش و و و و میرقصه، میخونه. و بنابراین به خوبی هر داروی دیگه یه. حالا ما میخوایم از احساساتمون حسن استفاده رو بکنیم و از خردمون تا اونجا که میتونیم بهره ببریم. احساسات بدنومی براش اومده، چون اگه فقط احساساتی باشیم اذیت میشیم. اگه از عقل و خرد استفاده نکنیم اذیت میشیم و حالت منفی داره. وگرنه الان براتون خواهم گفت احساس والاترین بخش زندگی ما. همسر من سالها طول کشید تا به من قانع کنه که احساس والاترین بخش ماست. و بعدن از یه دوست عزیز از ایران شنیدم، میگه ما احساس رو به قلمرو عقل میبریم و با هوشمندی پیاده میکنیم. فکر و مغز و ذهن و اینتلیجنس و اینا از احساس مهمتر نیست. احساس مهمترین بخش ما انسان ها، حتی حیوان ها مهمترین بخش ما. ولی احساساتی اذیت میکنه. احساس عالی ترین بخش ما. میگه اشن رو احساس که باشه و رشن که منطق باشه، اینو ما بالانس میکنیم. پسر من به من یاد داده که گرفتاری های دنیا از میسپلیسمنته. یعنی ما قدیما میگفتیم که دوز مهمه،
تاکسیکولوژیست ها متخصصین سمشناسی میگفتن که دوز میکس تاکسین، یعنی یه ماده ممکنه یه میکروگرمش مفید باشه ولی یه میلیگرمش دوز بالاترش مسموم بکنه. برای دوز یا مثلا آب حیاتیه ولی از 7-8 لیتر اگه بیشتر بنوشیم الکترولیتامون به هم میخوره و از میان میریم. نور حیاتیه ولی زیادیش کور میکنه. اکسیژن زندگی میاره ولی زیادیش میسوزونه. بنابراین دوز مهمه. ولی از اون قشنگتر این است که کاوه پسر ما میگه مسپلیسمنت مسئله دنیاست. یعنی آقای خمینی نشسته بود اونجا واسه خودش حل مسائلشو مینوشت، ما تفلک رو برداشتیم گذاشتیم که کشور رو رهبری کنه، هم اونو تو در سر انداختیم هم بقیه رو. ترامپ بیچاره داشت تاوراشو میساخت، پولاشو در میآورد، غیره غیره، گذاشتیمش پرزیدنت آمریکا شو، ببین چه بلایی سرش آوردیم. میسپلیسمنت غلطه. و من بعد که این جمله رو شنیدم که همه گرفتاری از میسپلیسمنته، الان هیچ وقت نمیگم خوب، مفید، سودمند، میگم بجا، بجا. ما ایرانی ها ضرب المثل های عالی داریم، میگه هر نکته چی بود؟ جایی دارد، هر نکته مقامی دارد، هم یعنی جای خودش بکنه، هر سخن جایی دارد، هر نکته مقامی دارد، جایی هر نکته مقامی دارد. بنابراین بجا بودن مهمه، بجا. حالا بیشتر راجع به صحبت میکنم. خب حالا شناخت خود و آنچه در ما میگذرد طبعا کمک میکنه. این گروه عزیز شما با کمک فرد جان و همه شما فرهیخته ها مطمئنم راجع به خود خیلی صحبت کردین و شنیدین و گفتین و اون دعاها، نیایش ها، پیام هایی که اول برنامه تو من شنیدم نشون میده که شما به معنویات اهمیت میدید. معنا مهمترین چیز زندگیه. معنا گرفتاری که سر دنیا اومده این 60-70 سال اینه که صنعتی شدن، سرمایه‌داری حریص و آزمند و گریدی ما رو از خودمون دور کرده، معنا رو از ما دور کرده، گیجمون کرده که از ما سوء استفاده بکنه. برای شناخت خود خیلی کمک میکنه. منتها میگن ما چیزها رو آنگونه که هستن نمیبینیم، چیزها رو آنگونه که هستیم میبینیم. یعنی همون مطلب رو من یه جور میبینم و تفسیر میکنم، شما یه جور دیگه، اون یکی یه جور دیگه، اون یکی یه جور دیگه. گرفتاری اینه. میگه چی؟ آنگونه که هستیم، یعنی رومی میگه هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. یعنی اونجور که خود اگه خودش آدم خوبیه فکر میکنه من آدم خوبیم، اگه آدم خوبی نیست میگه من هم اشکال دارم. حالا ما چگونه هستیم؟ این که میگیم اونگونه که ما هستیم ببینیم، باز جلال الدین میگه زند و هزار من و ما، ای عجبا من چه منم. یعنی در داخل من 2000 تا من کوچولو وجود داره. چیم من؟ مجموعه ای از بی نهایت شبکه، مدار، فرایند. این لغت فرایند خیلی قشنگه، پروسس. چون همه چی پروسسه، من یه پروسسم، شما یه پروسسی، زندگی یه پروسسه، دنیا یه پروسسه، منظومه شمسی پروسسه. برای ما بی نهایت شبکه، مدار و فرایند. پر از مداریم، مدارای الکتریک و الکترومغناطیسی، پر از فرایندیم، پر از پروسسیم. و اینا همه مثل چرنینگ تانک دارن در تلاطمند و در طوفان و مانسون و غیره و غیره. حالا براتون خواهم گفت که ما 7 منتقد داخلی داریم. بخشایی از ما، ساب پرسونالیتی های ما داریم که اینا هی به ما ایراد میگیرن. یکشون میگه باید کامل باشی، پرفکشنی. یکشون میگه کنترلت میکنه. یکشون تحقیرت میکنه. یکیش احساس گناه در شما ایجاد میکنه. یکی اصلا میزنه درب و داغونت میکنه. یکی این میخواد شکلتو عوض کنه. یکی دیگه دستور میده هی بهت آقا بالا سره. ما میخوایم این منتقدای داخلی تبدیل بشن به مشبقای داخلی و میتونیم. براتون خواهم گفت یک مکتب بینشی هست به اسم Internal Family System. این در حدود 32 سال پیش درست شد و الان اینقدر معروفه، اینقدر محبوبه
که مثلا یه آقای کانادایی اومده یه چیز شبیه اون درست کرده، یه دفعه سر ماه میلیاردر شده، میلیونر شده. اینقدر کلاینت هست، اینقدر طرفدار هست برای این اینترنال فامیلی سیستم. و یکی از بهترین چیزهاییست که من و همسرم و پسر و دخترمون پیدا کردیم که بهتر بفهمیم ما کی هستیم، چی هستیم، کجا هستیم، کجا میخوایم بریم، چجوری میخوایم بریم. خب ببینید، شما لس آنجلس که میخوایم برین سانتا باربارا چی لازم داریم؟ یه نقشه، ماشین لازم داریم، و تو ماشین میدونی گاز چیه، ترمز چیه، فرمون چیه، قوانین رانندگی چیه، کجا باید وایسین، کجا باید راه بیفتین، سرعتتون نباید زیاد باشه، نباید کم باشه، تغییر لین الکی ندین، همدیگر نبرین، و یک مرتب برید. شما دیدین تو این هایوی ها چند میلیون ماشین دارن میان و میرن و چقدر کم تصادف میشه برای اینکه اینا رعایت میشه. حالا تو زندگی ما چجوری خودمون رو میرونیم؟ صبح که بلند میشیم اجزا و عناصر روان ما چی هم؟ فرمونمون کدومه؟ گازمون کدومه؟ ترمزمون کدومه؟ ما اینا رو یاد نگرفتیم. دیمی به دنیا اومدیم، تاتی تاتی راه افتادیم، بلند شدیم رو پامون و نگاه کردیم ببینیم بقیه چجوری راه میرن، ما هم راه رفتیم. حالا ما میخوریم زمین. هزار و یک گرفتاری. نه؟ حالا جواب این که داستان چیه، ما کی هستیم، چی هستیم؟ میگن سهل و ممتنه. از یه نفر از یه نظر ساده است. بله، دستگاه عصبی داریم، دستگاه گردش خون داریم، دستگاه ادراری داریم، استخون و ماهیچه و غیره. ولی هزار یک پروسس داره الان در من و شما رخ میده، میلیارد ها پروسس داره رخ میده. مدام بدن ما داره بازسازی میشه، دی ان ای ما داره جهش پیدا میکنه و آنزیمای لازم بیان تعمیرش میکنن و دوباره راش میندازن. همین الان، همین الان در بدن من و شما میلیون ها نقطه داره خونریزی میشه، خونریزی میکروسکوپی، ولی میلیون ها لختم درست میشه، جلوی اون خونریزی رو میگیره. اصلا شاهکاری، شاهکاری. آدم سیر نمیشه از فکر کردن به خودش. قدیمی هامون که قدر خودشونو میدونستن میگو من یه چشم دارم، یه خودش میلیون ها میارزه، گوش دارم میلیون ها میارزه، قلب دارم میلیون ها میارزه. نسل جوان از شوربختی، از بدشانسی اینا رو فور گرانتد میگیره. یعنی 70-80 ساله که سرمایه داری و صنعتی شدن و ماشینی شدن ما رو غافل کرده، گمراه کرده، گیج کرده که اون همه نعمتی که داریم میگیم اونا باید باشن، ولی کوچکترین نگرانی که پیش میاد فوری شکایت میکنیم، افسرده میشیم، میریم سراغ الکل و مواد مخدر و چه و چه و گله از حسن و حسین و تقی و نقی. نه؟ بنابراین ما قدر اینی که هستیم میدونیم. خب اینی که هستیم چیه؟ ذهن، نفس، خیال، خودآگاه، رویا، خرافات، حافظه، توهم، ناخودآگاه، سایه، ضمیر، احساس، هوش، خرد، اراده، جان، باورها، عقل، فکر، حس، عشق، دل. اینا چی هم؟ ما 80 سال با اینا زندگی کردیم. الان از خودتون بپرسین آقا خیال چیه؟ میگی که روزخونا گفتن خیالاتی نشو، خیال چیز بدیه. نه؟ در صورتی که اینشتین بزرگ میگه آقا خیال از علم بهتره. اونی که عالم دنیا بود و جایزه نوبل گرفت، پدر همه علمه، میگه imagination is superior to science. چرا؟ برای اینکه اگه imagination نبود برادران رایت اینو نمی ساختن، هواپیما نمی ساختن. پیش از برادران رایت که تو کتابا حرفی از پرواز انسان تو هوا نبود، یه ماشینی که ما رو ببره بالا. برای این imagination فوق‌العاده است. حالا همونطور که گفتم فایل اینو برای فرد جان فرستادم، هر کی که خواست نگاه میکنه و سوالایی که دارین از همون گوگل UCL سلامت از من میپرسی. نفس چیه؟ و اینا رو از لغتنامه ده خدا در آوردم، اگه دوست داشتین ببینید که چقدر تفسیر و تعبیر داره، چقدر معنا داره که نفس چیه، کجای ماست. ذهن چیه؟ ذهن اینقدر مهمه که اصلا الان در غرب به جایی که بگن روانشناسی به روان میگن ذهن، میگن مایند، همش میگن مایند. در صورتی که ما در فارسی
روانشناسی داریم و ذهن و ضمیر و نفس و غیره. ما کمتر شلوغش کردیم. شاید علتش اینه که میگن ذهن به خودی خودش انقدر مفصل و پربعد و پربخش و پیچیده است که فعلا ذهن رو خود حل کنیم، مسئلهشو بعدا به بقیه روان میرسیم. واقعا دنیایی است و ببینید چقدر قشنگه. دانشگاه کالیفرنیا در یو سی دیویس شمال کالیفرنیا یک دانشکده عظیم داره با میلیاردها بودجه به اسم مایند اینستیتوت. بچه‌هایی داریم که رفتن اونجا دکترا گرفتن در این دانشکده که سالها سال فقط روی ذهن تحقیق کرده، خونده، نوشته و چیز یاد گرفته. اینقدر مایند مهمه. ذهن یه فرایندی که جریان انرژی و اطلاعات رو در ما مدیریت میکنه. ببینید چقدر قشنگه. چهار تا کلمه کلیدی: فرایند یعنی پروسس، جریان که میدونیم، انرژی میدونیم، اطلاعات هم میدونیم، مدیریت هم میدونیم. پس ببینید این چهار پنج تا کیورد چقدر مهمه. و وقتی میگیم انرژی، منظورمون این انرژی که بازمون رو بلند میکنیم نیست. توی بدن میلیاردها میلیونها پاثوی، راه های انرژی، پروسس های انرژی وجود. وقتی میگیم اطلاعات، منظورمون اطلاعاتی که توی مغزمون جمع شده نیست. تک تک 30 میلیارد سلولمون پر از فرهنگ لغتن و پروسس و اپلیکیشن و آی او اس و غیره و غیره. و ما ایرانی ها ببینید چقدر قشنگه. اینا میگن جریان، ما از اول هزاران سال پیش اسمش رو گذاشتیم روان. روان، جریان. خیلی قشنگه. حتی ضمیر. ضمیر چیه؟ فروید گفت ما 5% خودآگاهه، 95% ناخودآگاهه. یعنی نمیدونیم توی ما چی داره میگذره. و علتی که میشنوید که هی میگن مدیتیشن، برای که سعی میکنه یه ذره بریم تو ناخودآگاه ببینیم چه خبره تو 95%. حالا بیشتر براتون میگم. و این جالبیش اینه که اینا همه شبکه، هم توی خودآگاه همه چی شبکه، هم توی ناخودآگاه، و اینا با هم کار میکنن. یعنی خودآگاه روی ناخودآگاه اثر داره، ناخودآگاه روی خودآگاه. همینجور صبح و شب دارن فعل عام میکنن. همه چی شبکه است، همه چی خودآگاهه. مثلا ببینید تو بیماریام همینطوره. ما میگیم دیابت، میگیم بیماری قلب و رو، میگیم استروک، میگیم سرطان. اینا مندرآوردیه، مندرآوردیه. بهتر از این نمیتونیم الان شهر بدیم دیابت رو، وگرنه دنیاییست واسه خودش داستان اینکه قند خون که بالا میره چی میشه، یا اینکه رگ قلب رو میگیره، یا اینکه رگ مغز که میگیره چی میشه، یا انواع اقسام سرطان ها چه خبره توشون. قوقاییست واقعا. برای اینه که وقتی درست تشخیص بدن، درست درمان میکنن، شاهکاره، فوق‌العاده است، معجزه است که این پزشکای خسته ما تشخیص میدن و درست درمان میکنن. حالا بیشتر بر تو خواهم گفت. بعد میگه احساس چیه، ادراک چیه. اینقدر مهمن این دوتا که دیگه روانشناسی احساس و ادراک، یعنی خودش واسه خودش یه دنیاست، یک کهکشان روانشناسی احساس و ادراک. یه بابایی هست توی USC دانشگاه کالیفرنیا جنوبی به اسم داماسیو، پرتغالیه، 20 سال در اوهایو رئیس بخش اعصاب بوده، الان هم سالهاست در USC بخش اعصاب هست. انقدر این مرد بزرگه که هی ازش خواهش میکنم بیا استاد فلسفه باشه، بیا استاد خلاقیت باشه، بیا چی چی، بیا چی چی. زنش هم هانا جراح مغزه و دوتایی قوقا کردن در اینکه به ما بشناسونن که مغز ما چیه، مایند ما چیه، احساس ما چیه و از ما در ما چیه. میگه احساس چیه؟ واکنش ناخودآگاه به هر محرک داخلی یا خارجی که الگوهای عصبی را در مغز فعال میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما یه گل سرخی دیدید، بهتون گفتن این گل سرخه، این شکلیه، این بو رو داره، این رنگ رو داره، و این توی مغز اومده الگو درست شده، الگو و ایمیج درست شده، شبکه اطلاعاتی درست شده. و الان که شما گل سرخ رو میبینید، این عکسش میره ته چشم، از ته چشم میره پس کله و تمام این ماشینری به کار میفته این دستگاه ها و میگه آه این گل سرخه،
الگویی هستن. یا مثلا صدای داریوشو که میشنوی، این موج میره توی مغز، تفسیر میشه و بین هزاران هزار خواننده، هزاران هزار آهنگ، شما میگه این فلان آهنگ داریوشه یا اله هست یا مهستیه یا دیگران هستن. ببینید این یه مثال کوچیکه. صد تا احساس رو وردش شرح داده، وقتی که خوشحالی هست، وقتی که افسردگی هست، وقتی که توجه و اهمیت دادن هست، وقتی که غمگین بودن، وقتی که ترس هست. یعنی ما فکر میکنیم خب احساس دیگه. نه، ببینید فقط اینجا صد تا مثال برای احساس هست. amused میشه آدم وقتی خوشحاله، animated میشه، aroused میشه، bold میشه، یا مثلا fear، afraid میشه، alarmed میشه، anxious میشه، appalled میشه و و و و و اینا همه شبکه هستن. خب ما صبح که خوب بیرمشیم، محرک داره برای اون هست، trigger، داخلی و خارجی. داخلیاش هورمونا و سایتوکانا، خارجیش هم که استرس، اخبار بدی که از ایران میشنویم ناراحت ما میکنه، یک احساسی در ما ایجاد میشه. میرم سراغ تفکر در مغزمون و سعی میکنیم ببینیم که داستان از چه قراره. میرم سراغ ارزشامون، سراغ باورهامون، خطکشمون رو در میاریم در مغزمون، ترازومون رو را میندازیم و به یه جایی میرسیم و یه تصمیم میگیریم و طبق اون یا رفتار میکنیم یا نمیکنیم. این کاریست که ما هر ثانیه داریم انجام میدیم. محرک، احساس، فکر، تجزیه تحلیل، تصمیم و رفتار. خیلی قشنگه. و اجازه که تفکر و درست فکر کردن رو در مرکز میبینیم. یعنی هر جا که ما خیرش رو میبینیم در زندگی، جاست که درست فکر کردیم. هر جا که اذیت میشیم، درست فکر نکردیم. چند روز پیش یه زوم دیگه بود، یه آقای دکتر متخصص از سان دیگو میپرسید درست فکر کردن چیه؟ و جوابی که به نظر من رسید اینه: هرچی آدمای دورور شما از شما خوشنودترن، یعنی شما درستتر فکر میکنید. اگه خودتون خوشنود نیستید و دورووریاتون خوشنود نیستن، یعنی درست فکر نمیکنید. به همین سادگی. آقای خامنه‌ای مفلوک بینوا فقط مثلا 5%، شاید 2%، 1% راجبش خوب فکر میکنه. 99% میگه زودتر برو بهشت، راحت بشی. چون از روزی که این بدبخت ما گذاشتی اون بالا، یک لیوان آب راحت نخورده، یک شب راحت نخوابیده. ما میسپلیسش کردیم این بیمار رو، این دیوانه زنجیری رو میسپلیسش کردیم. میگفتن جوان که بود میرفت، ما مشهد درس بخوندیم، پسرموش با من همکلاس بود، حسین، میگفت که این تار میزنه، بعدم میره تو این قالی فروشا رو قالی بشینه که انعام بگیره. نمیدونم حالا چقدر درست بود، ولی خلاصه بابا رو آوردیم علافش کردیم، منفورترین آدم دنیاش کردیم. خلاصه اینه که جایی که برای اینکه درست فکر نمیکنه بیچاره، برای اینکه داغونه، همه چیش حلقه معیوبه، کلش پر ویروس روانیه، ویروس ذهنیه. خب ما در عرض روز یک مسئله برامون پیش میاد، ممکنه که فوری در موردش قضاوت میکنیم و احساسی در موردش واکنش نشون میدیم و یه عملی انجام میدیم. این درست نیست که فوری قضاوت بکنیم، واکنش احساسی و عمل کنیم. اونی که الان گفتم درسته، که بریم توی ارزش‌ها، باورها تجدید بکنیم و بریم جلو. خب فکر رو پس گفتیم براتون، ده خدا هم اینجا شهر میده که چی هست. حالا در آمستردام یک مرکز پژوهشی عریض و طویل هست که اصلا کارش فکره، میگه Thinking Institute. این همه دانشمند تو تمام این اتاقاست، شب و روز دارن کار میکنن، میلیون ها بودجه مصرف میکنن که بگن تفکر یعنی چی. و یه چیزی که دوستا میگن، میگه ما تازگی شروع کردیم فکر میکنیم به تفکر. تفکر یعنی چی؟ ما چجوری فکر میکنیم؟ و و و و و یک نوروساینتیستی هست به اسم حسام هریس که این آدم خیلی جالبیه، کتابش نیویورک بستسلر شد، اسمش هست بیدار شدم. باز گفتم احساس من از گروه شما اینه که دنبال بیدار شدن و آگاهی و اون خانم عزیز
میگفتن خدایا ما نمیدونیم، به ما یاد بده که بدونیم، بیدار بشیم، هوشیار بشیم غیره. این سم کارش اینه، میگه که بیدار بشیم و رشد کنیم. حالا چند سال پسر من هی به من میگه که باید بیدار بشی و رشد کنیم. میگم بابا من 80 سالمه دیگه، از من گذشته، ولم کن، من قدیمی ام، من شرقی ام. میگه نه نه، باید بیدار بشی و رشد کنیم. میگم چشم. و همه خانواده من داره سعی میکنه که من بیدار بشم و من رشد کنم. حالا ببینید سم چی میگه. میگه ما فکر بعدیمون رو نمیدونیم. نه شما صبح که از خواب بیدار میشین غلط میزنید تو تختتون، یا شب که میخواین بخوابین غلط میزنید، هی این فکر میاد، اون فکر میاد، اون فکر میاد، از این میپری به اون، از اون میپری به این، میپری به گذشته، میپری به شرق، میپری به حسن، حسین، دیروز، پیکنیک، سینما، غیره و غیره. همین جور شلوغ پلوغ تو کلامون. و یه مقدار کنترل داریم، مثلا شاید 5% روش کنترل داریم و 95% این مدارا، این جریان ها، این شبکه ها همه جور دارن خودکار کار میکنن. حالا از احساس براتون گفتم، گفتیم که الگوهایی که تو مغز درست شده، شنوایی، بینوایی برن. حس یه چیز دیگه است. احساس فیلینگ، حس سنسه، مثل 5 تا حس اصلی که بینایی، شنوایی، گویایی، چشایی، لامسه. درسته؟ پارسال جایزه نوبل پزشکی رفت به کسانی که حس چشایی رو بررسی کرده بودن. گیرنده های تازه پیدا کردن روش که ما یه چیز داغ که میخوریم چی میشه تو دهن ما، رو زبون ما. یه چیزی تلخ میخوریم، شیرین میخوریم. و گفتن که یک کشف عظیم از این در اومد با اون که گیرنده های تازه پیدا شد که برای داروهای جدید قوقا خواهد کرد. برای این جایزه نوبل بهشون دادن. چون الان یه دزیاری هستیم که به خیلی دارو جواب نمیدیم، یا جواب میدیم ولی ساید افکت داریم، آثار جانبی داریم، یا اینکه بعد از مدتی اثر اون مسکن میره یا اون دارو میره. اینها رسپتورهایی پیدا کردن که حسای ما رو کمک کنه که داروهای جدید رو بپذیره. بعد خودآگاه، یعنی اونی که فکر میکنیم میدونیم کی هستیم، چی هستیم، داریم چی کار میکنیم. بازه فروید خیلی لطف کرده، گفته ما 5% خودمون رو میشناسیم. به نظر من از اونم کمتر میشناسیم. یعنی قوقا هستیم. انقدر جریان در ما داره اتفاق میفته که خیلی کم شما میدونیم. یه مثالی که مثلا میگم، مثلا امروز تو لس آنجلس میلیون ها میلیون اتفاق افتاد، ولی CNN 20 تاشو اسم ببره، 5 تاشو از لس آنجلس، 2 تاشو از لس آنجلس. حالا اینجا هم همینطوره. در ناخودآگاه ما میلیون ها میلیون اتفاق داره میفته و خودآگاه ما یک دستچینی، یک گلچینی، یک نمونه ایش رو به ادراک ما میرسونه. حافظه چیه؟ هممون علاقمندیم که بدونیم چیکار کنیم که فراموشی شدیده. هممون تا یه چیز میشه میگیم من آلزایمر گرفتم. در صورتی که نخیر، حرف بی خودیه. من این چند روزه یک واژه جدید برای آلزایمر در فارسی پیدا کردم و اونم اسمش هست بی توجهی. ما آلزایمر نداریم، ما بی توجهیم. یعنی وقتی شما یه آدرس رو هم میدین، من حواسم، من مایندفول نیستم، حواسم یه جا دیگه هست، بعد عوضی شب دیر میام کنتون، گم میکنم، بعد میذارم تقصیر شما. شما هنوز بعد 40 سال مهمونی میرین، میبینین یه دیر میان، بعد میگن گم شدیم. بعد خانم به آقا میگه تقصیر تو بود، آقا میگه به خانم میگه تقصیر تو بود، هر دوشون میگن تقصیر میزبان بود. آدرس قلعوزی داد، عوضی داد. یه مثال یادم اومد، یه خانم عزیزی به من گفته بود که بیا خونه ما فلان چیزو بگیر، خیابون 7. من گفت شماره 127 نردبون 2. من اتفاقا جایی باید میرفتم، لباس خیلی مفصل پوشیده بودم، من نمیشد راحت این ور اونور برم اینا. رفتم در خونه، بعد نگاه میکنم میبینم که نگاه میکنم از این نردبونای آتش نشانی، چی میگم وقتی آتش میگیره از اسکیپ لادر هست که برای فرار اینا، دیدم یه دونه اینا هست. گفتم من که نمیتونم این برم بالا و آپارتمان 2 برسم. بعد یادم متوجه شدم منظورش پاوند ساینه، این علامت پاوند هست، میخواد بگه شماره 2 آپارتمان 2 به من میگه نردبون 2. خلاصه توجه نمی کنیم، توجه نمی کنیم، در نتیجه من حرف شما رو درست نمیفهمم، عوضی انبار میکنم، استور میکنم تو مغزم. مغزم من پر از آتاشخال مزخرفایی که از تلویزیون ها و رسانه ها و
در و دیوار و اینا اومده و بعد موقعی که دنبال یه چیز میگردم پیداش نمیکنم، مثل یه کشوی بی اندازه شلوغ که شما دنبال یه کلید ماشین تو میگردین یا دنبال یک چیز میگردین. اینه که ما آلزهایمر نداریم، ما بی توجهیم، حواسمون پرته. توجه. خب ما حالا این تازه یه نمونه کوچیکی از بخش ها و اجزا و شبکه های داخلی ما، اینو دست به دست هم میدن، اگزایتی درست میکنن، عشق درست میکنن، افسردگی، رضایت، افتخار، سربلندی، شرم، خجالت و غیره. حالا نتیجه اخلاقی که میتونیم بگیریم اینه که چون همه بی نهایت پربخش، پرشبکه و پرفرایندیم، از رفتار سایرین عصبانی و دلخور نمیشه. شما اگه الان یه گوجه فرنگی پرت کنیم به من میام بغلتون میکنم و میبوسمتون. میدونم توی سرتون قوغاز دنیای هم و گله‌ای از شما ندارم و به این ترتیب شما رو در واقع یه درسی بهتون میدم. به جای که منم یه گوجه فرنگی به شما پرت کنم و انتقام بگیرم و غیره و غیره، من میام و بهتر رفتار میکنم. حالا عرضم بزرگ همورتون، فرید جان هر موقع میخوای متوقف کنم به من یک تی نشون بده اینجوری. Go ahead. No, still we have time. Go ahead. Okay. مرسی. خب. ها میخوان یه خود سوال کنید دوستان؟ یا این که تموم کنم؟ تموم کنی شما بعد سوال دوستان. Okay. بسیار عالی. من این رو بپرسیدم. عرضم بزرگ همورتون، پس گفتم هوشمندانه است که گذشته از اینکه شما چه به من میکنید، من با عشق، با دوستی، با بزرگی و بزرگواری که خصوصیت درجه یک ایرانی ها، من با سال 80 کشور دانشجوها و استاداش کار کردم و بزرگی و بزرگواری ایرانی رو در هیچ جا ندیدم. حالا براتون میگم چرا. خب پس ما یه مغز چپ داریم که مال ریاضیات و تجزیه تحلیل و غیره و یه مغز راست داریم که مال احساس خوب و بد، آسان و دشوار و مغز چپ که ایتا. ما یک برین معمولی داریم، یه thinking mind داریم، یه creative mind داریم، فارغ التحصیل میشیم، ازدواج میکنیم، بچه دار میشیم. حالا من یه چیزی بهش رسیدم، میگم که بزرگترین گرفتاری بشر دست کم روی خود گذاشتنه. بزرگترین گرفتاری بشر، و شما این رو رد میتونید رد کنید، بگید که نه یه چیز دیگه از این مسئله بزرگتریه. حالا براتون میگم چرا. البته مانند هر پدیده دیگه، خودکمبینی میتونه کمک کنه بهتر کوشش کنی. این درسته. هر چیزی کمش خوب نیست، زیادیش هم خوب نیست، اپتیمالش خوبه. خودکمبینی هم اگر به اندازه داشته باشین باعث میشه که پیشرفت کنیم، بریم بالا. ببینید چقدر ساده است. یک کست درست کنید، بگید اون چی که میخواهم باشم، اون چی که فکر میکنم هستم. اگه شما فکر میکنید صدی، بخواید 110 باشین، فاصلتون کمه، عملیه. ولی اگه فکر کنید صدین، بخواید 200 باشین، فاصله زیاده، گپ زیاده، عقده‌ای میشین، ناراحت میشین که چرا من از اونی که هستم اینقدر بیشتر ندارم. حالا میگه گرفتاری وقتیه که دست کم رو خودمون بذاریم و کاری در موردش نکنیم، اون بده. به نظر من بزرگترین گرفتاری این دست کم رو خواهد. از چنگیز بگیریم، نادرشاه که هر سال میرفت هندوستان قتل عام میکرد، ناپلئون، آقا محمد خان قاجار که چشم مردم رو در می آورد برج درست میکرد، هیتلر و استرالین و این بینوایی که عرضم بزرگتون ما زاربراش کردیم، این بوش پیر و بوش حقیر که انقدر قتل عام کردن در عراق که نمیتونستن با کامیون و بولدزر جمعشون کنن، و این بینوای دیگه که ما این دنیا به جهنم فرستادیم، و این بابایی که داشت کارشو میکرد و ما علافش کردیم اونجوری، اینی که خودش تو هچل انداخت و گرفتار کرد و غیره و غیره. بنابراین اینها عقده‌ای بودن، اینها در بچگی بهشون تجاوز شده بود و بیمار شدن، زنجیره شدن. ببینید اثر کار، اثر ایران در دنیا چی شده. این فوق‌العاده. این در سوریه،
زناش به پیروی از زنان ایران را افتادن و دارن عکسای مهسا هست و آزادی میخوان و استقلال میخوان و غیره و غیره. خب گفتم شخصیت اجزا داره، ساب پرسونالیتی داره. این بابا اسمش بوده مایکل تیچینگ، میگه ما 20 جور ساب پرسونالیتی داریم. رومی گفته بود ما 2000 تا داریم و میگه زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم کدومشم. این ریچارد شوارتزه که بهتون گفتم در 1986 سیستم خانواده درونی رو شرح داد و الان هزاران هزار کلاینت و دوستدار توی صف انتظارش هستن. خانواده درون میگه بخش‌های روان انسان هستن، از چند بخش تشکیل شده، جوهره و هستی. خود ما مهمترینه. وقتی به دنیا میایم ما یه خود عزیز داریم که این هوشمند، مهربون، میدونه، کانکتد و و و. در بچگی وقتی تروما به ما در وارد میشه ما عقده‌ای میشیم، یک خودهای، یک تپ ایدیایی در ما درست میشه که میرن توی ناخودآگاهمون در عرض روز، یه دفعه میان خود رو از جایگاه هوشیاری و کانشسنس میزنن کنار و ما خرابکاری میکنیم. پس خودی که باش به دنیا اومدیم عالیه، ولی اون منهای کوچیکی که در اثر تروما و تجاوز به روان ما در ناخودآگاه ما درست شده، اون میاد خود رو میزنه کنار و خرابکاری میکنه. پس اینا میتونن نقشای افراطی بازی کنن. ما آدمای مختلفی هستیم، ما انالیتیکال هستیم، سوشبل هستیم، ایریتبل هستیم، انکشس هستیم، اپتیمیستیک هستیم، رشنال هستیم، کریتیو هستیم. ولی چیزی که میگن همه این بخش‌های ما، پارت‌های ما، این کوچولوهای ما، من کوچولو، قصد و نیت مثبت دارن. حتی اگه از دستشون در میره و کار غلطی انجام میدن، ولی اینا قصدشون، شعارشونه که all parts of us are welcome، تمام بخش‌های من خوبه، همشون خوش آمدن. میگه no bad part، هیچ کس در درونش بدی وجود نداره، منتها شرایط بد اون بدی ها رو فعال میکنه. اینا هر کدومش چشمنداز، علاقه، خاطرات و دیگاه خاصی دارن. یعنی همین من، چندین من وجود داره، هر کدومش یه جور داره و باید رفت سراغشون، باید از متخصص کمک گرفت، اینا رو درمان کرد و فشار رو از روی خود کم کرد و دسترسی پیدا بکنیم، خود اصلی رو پیدا بکنیم و بریم جلو. من فکر کنم بهتر که توقف کنم و عرضم بزرگتون در خلال سوال‌ها به مطالب بیشتر بپردازیم. جناب دکتر، یک دنیا تشکر از شما، بسیار بسیار استفاده بردیم، ممنون از واقعا وقتتون و صحبتاتون بسیار مثل همیشه دکتر عزیز ما بسیار مثبت و همیشه به حال راهنمای همه ماها بودن در مجامع علمی و دانشگاهی و بسیار بسیار ازشون ممنون هستیم. خب دوستان اگر سوالی دارید لطف فرمایید رئیس هم بکنید. جناب دکتر برای شروع من اجازه بدید یک سوالی که با چت برای من رسیده مطرح کنم، بعد دوستان هم به ترتیب لطف فرمایید رئیس هم بکنن و آماده بودم برای سوال. سوال یکی از دوستان سوال کردن که آیا رگ‌های بسته رو میشه از طریق غذا و یا ورزش باز کنیم؟ خیلی سوال مهمیه و یادتونه من هی تکرار کردم گفتم این مسئله که من میگم آموزشی و پژوهشیه و هیچیتون رو عوض نکنید. نگه نواب گفت که داروها 5% فقط خوبن، نه، ما کسایی داریم که این کار میکنن و از میان میرن، یعنی کسایی اصلا میرن سراغ طب سنتی، نمیدونم کایروپراکتر، نمیدونم هولیستیک مدیسین فلان اینا، و سکته قلبی میکنن و از بین میرن، داروشون رو میذارن کنار از بین میرن. غلطه. پزشک شما، متخصص شما، جراح شما این همه درس خونده، این همه تجربه پیدا کرده که اونی که درسته. حالا رگی که کاملا بسته شده، نه، اونی که حمله قلبی میده و خدا کمک کنه، رگی هم که تنگ شده حتما باید بشرسید، حالا
اگر صلاح میدونن استنت میذارن، فنر میذارن، میتراشنش، فشارش میدن با بالون یا بایپاسش میکنن با رگ پستان مثلا یا با رگی که از پا برمیدارن، غیره و غیره. حالا مسئله که از اینه، من با خوراک خوب، راه رفتن، نوشیدن خوب، خواب خوب و مدیریت استرس میتونم به دوا کمک کنم. یعنی شما یه قرصی که میندازیم بالا تمام نیست کار. این قرص باید بره در روده، ترانسپورترش رو پیدا کنه، جذب بشه، بره به کبد. کبد باید در وضعیت عالی باشه، روده باید در وضعیت عالی باشه و در کبد هدفگیری بشه، بره به قلب، بره به مغز، بره به کلیه. اگر وضع بدن خوب نباشه این انجام نمیشه. هرچی وضع بدن بهتر باشه اثر، اینو خوب گوش کنید، اثر درمانی دارو بیشتر میشه، آثار سوش کمتر میشه. وضع بدن خوب نباشه، اون چهار تا کار رو اگه شما خوب انجام ندین، یعنی اگه عالی نخورین، ننوشین، راه نرین، نخوابین و مدیریت استرس نکنید، اثر درمانی میاد پایین، اثر سو میره بالا. یعنی دارو میشه سم وقتی به خودتون نمیرسید. به دکتر فوش ندید، به دارو فوش ندید، نگین این دکتر نمیدونست چی کار داره میکنه. بدن باید روده و معده و کلیه و کبد و خون و لیمفاتیکس و اعصاب همه باید در شرایط عالی باشن تا اینکه دارو کار کنه. بنابراین نه، روش زندگی عالیه، ولی اونی هم که دکتر توصیه میکنه و تشخیص میده و تجویز میکنه باید عالی دنبال بشه. بله خیلی ممنون، مرسی. سوال بعدی هم احتمالاً در همین جواب شما گنجانده میشه که آیا فشار، کلسترول و قند رو میشه با ورزش و غذا کنترل کرد؟ من فکر میکنم همین جوابی که دادید بسیار این سوال رو هم کاور میکنه. یک جمله بگم، کلینیکال ترایل روی 10,000 نفر 5 سال آزمایش کردن، دیدن اگر ورزش عالی بکنی، این باید عالی باشه، اون 5 تا خوردن و خوابیدن و راه رفتن و مدیریت استرس اینو باید عالی باشه، اگه این کار بکنه بله به خوبی متفورمین کار میکنه، به خوبی استاتین کار میکنه. ولی سخته، سخته که شما هر روز عالی بخوریم بنوشیم، چون استرس زیاده، چون هوا آلوده است، چون فشار زیاده. برابر این دارو رو آدم مصرف میکنه، ولی روش زندگیش هم درست میکنه، هم فشار خون، هم قند خون، هم کلسترول خون، اینا رو همه رو نشون دادن که شما با عالی زندگی کردن و هوشیار بودن، هوشیار بودن، آمریکایی اصطلاح قشنگ داره میگه use your smart، یعنی داریش به کار ببر. حالا میتونیم بیشتر بریم تو این حرفا که چرا به کار نمیبریم این هوش فراوانی که ما داریم، چرا اینی که میدونیم درسته چرا نمیکنیم. میگن سیگاری ها، از هر 10 تا سیگاری 9 تاش میخواد ترک کنه ولی نمیکنه. این خیلی جالبه که چرا نمیکنه. غذا هم همینطوره و و و و خلاصه بله، هر دو عالی هم. یعنی من یه اصطلاحی دارم از قدیم میگم که بهترین قدیم و جدید، بهترین شرق و غرب، بهترین مصنوعی و طبیعی. این چی میگم؟ بهترین ها رو پیدا کنیم و دنبال کنیم. بله ممنون، مرسی. جناب بهمن شما بفهمید، شما رو امید میکنم. صدا امیوت بکنید خودتون جناب بهمن. بله میاد الان. بله صدا تو میاد، بفهم. از چی حضورتون که بنده اول میخواستم بگم که مدت ها بود که بنده همچین سخنرانی به این مبسوطی، به این عالی نشنیده بودم جناب نواب. بدون تعارف عالی از خودتونه. اون شب هم خانه ایران سوالای عالی کرده، سوالای عالی کرده چند شب پیش. خواهش میکنم، نه واقعا بدون تعارف میگم، ظرف چند ماه یا چند سال گذشته یک سخنرانی که این همه جامع باشه، فلسفی باشه، علمی باشه، آموزنده باشه، بدون تعارف میگم من نشنیده بودم. یعنی شما در این حال که مسائل پزشکی رو مطرح فرمودید، در جانبش از لحاظ جنبی بسیار مسائل بسیار ظریف دیگه رو
مطرح کردین که بسیار بسیار حائز اهمیته و خیلی ازتون سپاسگزارم و گلمند از دکتر جعفری که چرا شما رو اینجوری معرفی نکرد که ما با یه فیلسوف طرفیم نه با یه دکتر معمولی. دکتر معمولی که چه عرض کنم، صد تا استادی داریم. البته من تصورم این بود که شما بیشتر دیتیل راجع به قلب صحبت میکنید و یکی دو تا سوال آماده کرده بودم، شاید ارتباطی نداشته باشه زیاد، ولی اگه مایل بودین اشاره بفرمایید. وان این است که آیا پیس میکر در کار قلب کمکی میکنه برای اینکه استاپ بکنه هارت اتک رو یا جریان خون رو یا جریان قلب رو؟ یکی این و یکم سلیپ اپنیا، اونایی که دارن که ماسک میذارن و هوا میگیرن از شب تا صبح، هوای معمولی میگیرن از شب تا صبح، آیا اون هم کمکی به جریان انرژی داخلی، انرژی قلب میکنه یا خیر؟ باز هم ازتون بسیار متشکرم. ممنونم جناب دکتر نواب. من بهترین پدر و مادر رو داشتم، بهترین استادا رو داشتم و هم در کولومبیا بهترین منتور رو داشتم و 40 سال اینجا دست راست کسی هستم که این UCLA رو نجات داد. اون موقعی که گفتم اون پول سازا اومدن افتادن به جون مرکز پزشکی ها، این پزشکی UCLA رو نجات داد. اسمش هست دکتر فوگلمن. 40 سال من دست راست اینم در تحقیق و هر ساعت به من یه چیزی یاد میده. اصلا شما نمیدید 950 تا متخصص جراح زیر دست این یه نفره. یعنی اصلا بزرگترین شانس زندگی من رو بردم که این منتورای عالی رو داشتم و دارم. خیلی، یعنی اصلا هر ساعت من از تجربه که این 40 سال با این مرد داشتم دارم بهره میگیرم و استفاده. پیس میکر و ارزم بزرگ ماسک، بله، کمک میکنه. من عزیزترین دوستم رو 2 ماه پیش از دست دادم چون این اهمال کرد و پیس میکر نذاشت و داغی گذاشت بر من که تا آخرم. و منی که 60 ساله دارم از این کار رو میکنم، 50 ساله تو بخش قلب دارم کار میکنم، هیچ وقت خودم رو نمیبخشم که زور نزدم بیشتر و بیشتر که این پیس میکر بذاره و فنر بذاره. استنفورد یک خانم دکتری به این گفته بود که برو سراغ پزشکی طبیعی و این ساپلمنت رو بخور، این دارو رو بخور، این کار رو بکن. شدیدم ورزش میکرد، حتی گاهی یه روز دو روز فست میکرد، یعنی غذا نمیخور و و و و، ولی داروهاشو گذاشته بود کنار و از میان رفت. بچه 64 ساله که عزیزترین کس من بود در زندگی و دارم میسوزم الان بعد از ماها. اینه که غلطه که ما به بهترین گوش نکنیم، دنبال نکنیم. حالا خبر جالب این که یک دختر خانم جوان ایرانی اول پزشکیشو با ما گرفت، بعد رفت سراغ پی اچ دی و در دوران پی اچ دی پیس میکری ساخته که لازم نیست در بیاد و باتریش عوض بشه بعد چند سال و شاهکاره. اسمش از پریناز عبیری، یک کوین ماست، یعنی واقعا شهبانوی کلاس پزشکی ما هست پریناز و این قوقا خواهد کرد. یعنی پیس میکر خیلی کوچیک، قد این باتری خیلی کوچیکه، کار میذاری و از بیرون میتونی با موج، البته هنوز دارن روش کار میکنن، ولی از اختراعات بسیار عزیز و بزرگه. بله، پیس میکر داره الان جون میلیون ها رو نجات میده، نجات داده و میده و خیلی پیشرفت کرده، خیلی پیشرفت کرده. من به فرید جان چند تا معرفی میکنم که در آینده مثلا براتون این پیشرفت ها و تحقیقات اینا رو بیشتر براتون بگم. در مورد سلیپ اپنه هم که گفتین، بله، اونم کمک میکنه. اتفاقا همین دوستی که من دست دادم سلیپ اپنه هم داشت که تنفسش توی خواب درسته و گذشته بود و کمک میکرد. UCSD سان دیگو یکی از بزرگترین مراکز اصلاح سلیپ اپنه داره، اومدن برای ما سخنرانی کردن، فوق العاده عالی هم. یعنی از همه جای دنیا میان پلوی اینا UC سان دیگو و مسائل تنفسیشون در خواب حل میکنه. مسئله مهمیه. هر کدوم اینایی که میگیم راه داره، راستی تو یارم نرفته، تشریف ببرین گوگل در آینده، بزنید UCLA سلامت، یک کلمه فاصله نداره، UCLA سلامت، و به من بنویسید، من در خدمتتون هستم
معرفیت میکنم به بهترین متخصصا، بهترین جراحا، بهترین مشاورا و غیره و غیره. اینه که هر کدوم از اینا هزار و یک داستان داره که چیکار کنیم که درست بخوابیم، اذیت نشیم. مثلا خواب خیلی ها، برین تو میو کلینیک. میو کلینیک هر سال اول میشه تو آمریکا و تو دنیا. MAYO میو کلینیک. با سوالتون رو بکنید، بهترین جواب رو برای شما داره. استنفورد هم خوبه، پرینستون خوبه، ییل خوبه، حتی USC، UCLA، سیدر ساینای، ولی اینا معتبرن. هر نوشته ای رو دنبال نکنید، چون گوگل پر از شبه علم، شبه پزشکیه و رسانه ها پر از شبه علم و شبه پزشکی و مطالب دروغ، مبالغه، غلط هست. میو کلینیک عالیه، استنفورد عالیه و دانشگاه‌های خوبه دیگه. NIH خوبه. اگه قلب American Heart Association AHA از اونا بپرسید. اگه مسائل بیماری‌های عفونیه از CDC میدونید. کووید به ما یاد داد که CDC پر از اطلاعات عالیه و آخرین رو به شما میگه. چگاه چند شب پیش یه زومی داشتیم، یه خانم اومد اصلا داغون داد میزد، میگم من چیکار کنم، حالم خوب نیست، فردا برم بوستر بزنم یا نزنم. هرچی میگفتیم هر چی که دکترت بگه، باز میگفت نه بزنم یا نزنم. خلاصه خیلی ناراحت بود اینا. حقم داره واقعا، این داستان ها اینقدر پیچیده است. به هر حال ببخشید زیاد طولش دادم جواب اینو. بله خوبم. ممنونم جناب روحی سخنور، بفرمایید. من شما رو میت میکنم. خیلی ممنون قربان، با سپاس از تشریف فرمودید. واقعا شما از تعریف بی‌نیازی، هیچ کلامی جمله‌ای نمیتونه جوابگوی دانش و کفایت و درایت شما باشه. من کوتاه سوال میکنم. من زنم دایمنشیا داره، 84 سالشه، فعلا گفتم قلبشو فقط 35% میزنه. آیا این خیلی خطرناکه؟ چون یه لحظه یه کلمه رو داشتم صدای اینو زیاد میکنم، یه کلمه گفتن قلبشون چی بذارن؟ 35% میزنه. آه 35% سالم. 65%ش گفتن کار نمی کنی. آیا این خیلی خطرناکه؟ راهی هست برای نجات او یا نه؟ بله راه هست. کجا میرین پزشکی رو متخصصشون کیه؟ کجا مرکز پزشکی میرین؟ کلینیک؟ نه دکتر خانوادگی. دکتر خانوادگی دارن. آره. ببینید کسایی که دانشگاه پزشکی قبول میشن، اینا از فیلترهای مختلف میگذرن، یعنی آدم معمولی قبول نمیشه. بعدم که درس میخونن، اگر عالی درس نخونن و یاد نگیرن، نمیتونن MDشونو بگیرن. بعد میرن اینترن میشن، بعد میرن رزیدنسی، بعد میرن فلو میشن، یعنی فوق تخصص میگیرن. بنابراین برای خودشون هم که شده بهترین کوشششون رو میکنن، بهترین تشخیص رو بدن و بهترین درمان رو بکنن. درست؟ بنابراین با ایشون باید بیشتر صحبت بکنید. همونطور که گفتم من در خدمتتون هستم که هر موقع خواستین حتی زوم بکنیم و همینجوری بشینیم با هم صحبت بکنیم، سوالاتتون رو جواب بدم غیره و غیره. میتونیم روی واتساپ با ویدیوش با هم صحبت بکنیم، نه که من برم بیشتر توی ریز کاریایی که چیکار کنم. اینایی که من گفتم مخصوصا برای همین رفتم سراغ چیزای ساده پیش با افتاده، نرفتم توی آخرین اختراع و اکتشافی که امروز صبح هاروارد گزارش کرده، متوجهی؟ نرفتم توی جراحی میکروسکوپی فلان. اینایی که من گفتم بهترین دوا و درمانه. یعنی شما اگه مدیریت استرس بکنید، درست فکر کنید، عالی بخوریم، بنوشیم، بخوابین، راه برین، اون وقت داروهاتون اثر درمانیش میره بالا، اثر سویش میاد پایین. بنابراین مثلا یکی از کارهایی که خیلی خوبه میکنن، یه خانم ایرانی، خانم یکی از استادای دانشگاه تهران میکرد، کووید به همش ریخت، کسایی که حمله قلبی داشتن یا پیوند قلب کردن، جراحی قلب کردن، اینا پنجشنبه شبا جمع میشدن تو UCLA، 20 تا خانم بودن و سازمان قلب آمریکا این رو سپورت میکرد. از من خواستن یه دفعه برم براشون صحبت کنم. خانم 19 ساله بود که حمله قلبی کرده بود مثلا و شرح که میداد واقعا آدم ناراحت میشد. از اینجور سپورت اتفاقا من میخوام خود امروز داشتم فکر کنم یه زوم را بندازم که کسایی که دوست دارم ملحق بشن و همینجور بشینیم سوال جواب بکنیم غیر و غیره.
بهش میگم سپورت گروپ. سپورت گروپ این از سرطان ها شروع شد، بعد به بیماری قلب رفت، استروک رفت، اینا بعد اینا رو پیدا کرد و یوتیوب پر از فایل ها و پرونده ها و گزارش های آل. ما بهش میگیم یوتیوب یونیورسیتی، یعنی آشغال هم زیاد داره. همطور که گفتم شبه علم الان پر همه جا، شبه دکتر زیاده، شبه مهندس، شبه حقوقدان، شبه هنرمند، همه چی شده شبه. و اون اصیلا خون میخورن، اونی که جون کنده و زحمت بکشه بدن، این شبه ها گرفتاری ایجاد کردن، هم برای خودشون هم برای ما. خلاصه اینه که همطور که گفتم برین جاهای معتبر و بهره ببرید. یوتیوب پر از فایل ها و گزارش های عالی هست که بعدم یاد میده که چیکار کنیم که کمتر اذیت بشیم. ولی بازم میگم این رو من فرستادم خدمت فرید جان، شما بگیرید و نگاه بکنید و با من در تماس بشیم با کمال میل. ممنونم، خیلی ممنون، مرسی. ما با جناب دکتر همونطور که خودشون اعلام کردن UCLA سلامت میتونن تشریف ببرن در و اطلاعات رو بگیرن و با دکتر هم در تماس باشن. البته نوار این برنامه به صورت لایو در فیسبوک هست، دوستان همونطور که اطلاع دارن و میتونن صحبت‌های دکتر رو بعد از برنامه هم بشنون. 3-4 روز هم در لاین نگه میداریم و اگر لازم شد با نظر خود دکتر اگه موافق باشه میتونیم جدا کنیم این کلیپ رو، با در یوتیوب هم بذاریم که برای بقیه قابل استفاده باشه. خیلی ممنون. به هر حال هست، شما میتونید، بعضی دوستان سوال کردن که با شما چطور میتونن تماس بگیرن، لطف بکنن به نوار مراجعه بکنن، دکتر چندین بار آدرس خودشون رو دادن. پروانه خانم شما بفرمایید، من شما رو میوت میکنم. خیلی متشکر از صحبتاتون، خیلی خوشحال شدم. و من دو سال پیش، البته من خیلی راه میرفتم و دو سال پیش دیدم که هرچی راه میرم ماهیچه‌های پامو، رون پامو اینا درد میگیره. چندین وقت تحمل کردم، گفتم یقین خوب میشه و از این چیزا. بعدا یه روز دخترم اومد اینجا و گفتش که چرا رنگ زرده. گفتم نمیدونم. گفت اصلا رنگ نداری، لبات رنگ نداره، چشمامو دید رنگ نداره اینا. گفتش که الان آمبولانس میام که ببره. آمبولانس ها خبر کرد، من رفتم و دو روز بعدش پیس‌میکر گذاشتم و الان خوبم. ولی میخوام ببینم که باید عوض بکنم یا اینکه حالا باشه، یا اینکه دکترم بگه تو مثلا کی باید عوض کنم از این چیزا. بله، مرسی. هرچی متخصصتون بگه، هرچی من. حالا یه چیزم بگم، من به همه دوستان توصیه میکنم، میگم که با هم بیشتر حرف بزنید، با هم بیشتر حرف بزنید، با متخصصهای خوب بشناسید، جراحهای خوب بیشتر بشناسید، پرایمری فیزیشن ها رو خوب بشناسید که خیالتون راحت بشه که توصیهشون خوبه. و بعد سیکند اپینیون، ثرد اپینیون بگیرید. توی اینترنت راجب همه نوشته که به حرف مریض گوش میکنن، وقت صرف میکنن، اهمیت میدن، خوب معاینه میکنن، دنبالی میکنن، چه و چه. اینه که هرچی که دکترتون میگه و اگه بخواید یه سکند اپینیون بگیرین، ثرد اپینیون بگیرین. ولی مهمترین مسئله اینه که به خودتون برسید. هرچی میتونین به خودتون برسین، اونایی که گفتم دنبال کنید، اثر داروهاتون بهتر میشه، قلبتون بهتر میشه. ما کسایی داریم که تا 3 سال پیش 4 سال پیش یه ذره که راه میرفت درد مخصوص قلب، براتون بگم قلب درد نداره، خود قلب روی قلب دردش وقتی که کم خون بهش برسه یا برقش به هم بریزه از جناق سینه میاد بالا، فشار میاد زیر چونه، میره توی سر، میاد شونه، مخصوصا شونه چپ، و میاد به بازوی چپ. درد به هم ریختگی خون یا موج عصبی قلب اینجوریه، نه که روی درد، روی سینه قلب درد بیاد. قلب درد نمیگیره خودش. جناب، چونه، سر، شونه، بازو. اگه این باشه انجینا، بهش میگیم انجینا. قدیما تو ایران فرانسه میخوندیم بهش میگفتن
آنژین دو پواترین، یعنی این آنژینی که از سینه میبرد، و اگر در استراحت میاد این خوب نیست، حتما باید بیشتر بهش رسید، بهش میگن unstable angina. اگه با فعالیت میاد با استراحت خوب میشه، اون خطرش کمتره، ولی به هر حال باید بهش رسید. حالا این دوست ما سالی چند بار از اینا میگره، شروع کرد پیاده روی، شروع کرد غذای گیاهیش رو زیاد کرد، میگه من روزی 15 تا خیار میخورم، خیار ایرانی. میگه میشه؟ میگه آره، خیار ایرانی من میخورم، برام کیک پر کالری من میخورم، با 3 تا خیار روش میخورم. از این تمام مدت تو کوله پوشیش پر خیاره. میگه مگه میشه خیار نخورد؟ مگه میشه پیتزا نخورد؟ مگه میشه چلو کباب نخورد؟ میگه همه چی میخورم، همه کار میکنم، ولی حالا من خوبه. کلسترول هم اومده پایین، فشار خون هم اومده پایین، قند خون هم اومده پایین، دیگه درد قلبم رفته و و و و. اینه که همه چی باید خورد، مگر اینکه اذیت به اندازه. کلک در اندازه گفتم، به جا، دوز، مقدار. خلاصه اینه که به خودتون برسید. ممنون. خانم نوری بفرمایید. درود بر شما دکتر نواب، خیلی خوشحال شدم شما رو ملاقات کردم، خیلی یاد گرفتین. جناب دکتر، من سوالی که دارم، 2 سال پیش قبل از پندمیک EKG کردم و گفتن ابنورماله. دکترم پرایمری فیزیشنم گفت ابنورماله. بعد من رفتم برای متخصص قلب همون قبل از پندمیک و برای که ببینم انجیو یا چه کار باید بکنم. اینه که بیهوش کردن و تمام مراسم و اینا، ولی هیچی پیدا نشد. Everything okay. بعد حالا هفته پیش من رفتم دکتر پرایمریم، دوباره EKG ابنورمال نشون میده. حالا من دکترم پرسید که میخواید برید متخصص، منم گفتم نه، اونم دیگه کاری نداره با من. حالا من سوالم از شما، خواهش میکنم که آیا من برم برای دنبالش یا نه. امروزم در ضمن برای سلیپ اپنیام رفتم، که یعنی همه رو با هم دارم دنبال میکنم، به اضافه روزه های تمیزی کبد که 16 ساعت روزه و همه اینا رو دارم میکنم الان 2 ماهه. مرسی. خواهش میکنم. پیش از اینکه یادم بره، از حدود 40 سال پیش در آمریکا تلمدیسین شروع شد، یعنی از راه فرستادن اطلاعات و گرفتن، یادم آلاسکا رو به فلادلفیا واسه کردم. کووید که اومد این خیلی محبوب و مطلوب شد و الان در تمام رشته ها شما از راه دور از پزشکتون کمک میگیرین و الان داره خیلی کمک میکنه. اگر راه دوره، اگه دوست ندارین بریم مرکز پزشکی عفونت بگیرید و فشار روی سیستم پزشکی بیاری، اگرم نمیخواین برین اونجا، دست کم با متخصص به نظر من مشورت بکنید، با همین واتساپ ها، با همین فیس تایم، با زوم و روش های دیگه بک اند فورد بکنید. اگه خواستین به من یه پیام بفرستید. در ضمن میتونید تلفن منم یادداشت کنید دوستان، 310 498. توی اون UCL سلامت هست، ولی حالا بازم میگم 310 498 6015. نه تکست بفرستید. ما جای بعد زندگی میکنیم، تو کنیان هستیم و توی مرکز پزشکی هم که هستیم، این دیوار ها اینقدر بتون آرمست که وکال صوت آدیو خوب نمیاد، ولی تکس اگه بپرسید خوب میاد و در خدمتتون هستم. دکتر، من یه خودم یه سوال داشتم از شما. شما راجع به تلمدیسین صحبت کردید و اینکه دوستان از خوب میتونن دکتر رو ببینن و مشاوره بگیرن. آیا این از لحاظ قانونی یا اینکه ادوایز پزشکی در تلمدیسین، مثلا فرض کنید یک نفر از یه دکتری از هند بیاد یک مریضی رو در لس آنجلس مثلا بخواد بهش بگه چه کار بکن چه کار نکن، آیا این قوانینی براش هست یا اینکه نه ایز اوکی؟ بله، برای همه چی قانون هست. 20 سال پیش ما رو صدا کردن توی سالن رئیس دانشگاه پزشکی که آدم بسیار بزرگی بود، گفت که میخوایم از اینجا جراحی بکنیم در چین. یعنی دکترای چینیمون برقرار کرده بودن این ارتباطات رو،
که یا مثلا جراحی بکنید در پاریس غیر غیر مثلا همون روباتیک سرجری و غیر غیر بله برای همه چی قوانین درست کردن و همونطور که میدونید از ترس این حقوقدانایی که دنبال میلیون میلیون پول ساختن هستن وکلا همه مواظبن که همه چی رو بهترین انجام بدن و غیره. در ضمن یه مطلب بسیار نامربوط میخوام بهتون بگم تا یادم نرفته و اونی که ما خیلی دوست داریم جوانا با ما کار کنن، در نتیجه بچه هاتون، نوه هاتون، بچه های فامیلتون بگیم به من تکست بفرستن، ما پاورپوینت یعنی فایل نوشته شده 5 دقیقه میفرستیم، اینا جلوی زوم میتونن خودشون ضبط کنن یا به من وصل بشن من ضبطشون میکنم، اینو توی تلویزیون آینه نشون میدیم. داریوش تلویزیون آینه داره، بنیاد آموزشی، که یه برنامه به من گفت مایند بادی درست کن، ما اسمشو گذاشتیم جام و جان. جام یعنی کانتینر، جانم یعنی مایند، مایند بادی، جام و جان. شما اگه بریم تو تلویزیون آینه بزنید آرکایوز جام و جان، برنامه های ما رو میبینید. اینه که ما خیلی بچه ها رو ما قطار میکنیم از دبیرستان، دانشکده، حتی ما یه سخنران 3 ساله داشتم پیش از کووید، ما این برنامه رو توی مرکز پزشکی رانالد ریگان اجرا میکردیم. دختر یکی از استادامون، پدر مادرش هر دو استاد بود، بچه 3 ساله میامد نقاشی هاشو نشون میداد به هزار و سوال جواب میداد و غیره و غیره. اینه که ما خیلی دوست داریم جوانا برای ما پرزنت کنن، برای سیویشون خوبه، برای رزومهشون خوبه، برای پذیرش در دانشگاه، برای کار. و اصولا دیدیم دیگه جوانا تو ایران چه کردن، دنیا رو تکون دادن. بله بله بله، خیلی خوشحال میشیم با ما در تماس بشن بچه هاتون، همسایه، دوست، آشنا. مرسی دوستان، حتما فیسبوک رو به دوستان دیگرتون هم ارجاع بدید، لینکش رو به دوستان دیگرتون بفرستید، شیر کنید که از سخنان دکتر بتونن بهره برداری کنن. خانم تقدیری بفرمایید. سلام آقای دکتر و خیلی ممنون برای تشریف فرماییتون و سخنان خیلی گرانبهاتون برای ما. اگه اجازه بدین من 3 سوال دارم، 3 تاشو میگم پشت دارم، اگه وقت بود شما لطف کنین. یک سوال داشتم درباره خواب شب که شما فرمودین که باید خواب درست حسابی 4 ساعت به درد نمیخوره. اگر این خواب برای کسایی که خیلی بد خواب هستن بخوابن اون 7 ساعتو ولی هی بیدارشن و هی بخوابن، یعنی راحت نیست، خواب راحت نیست و اونم با ملاتونین. و دوم این که درباره ورکس وینز، اگه اینا رو ما درمان نکنیم و بی آزار باشن، در سالیان سال مثلا روی ساق پا بوده و باعث لختگی و اینا نشده، آیا حتما باید این درمان بشه؟ و سوم، شما درباره حافظه صحبت کردین که آلزایمرز نیست همه چینا، ولی این اینسیدنتی مثلا شما یه خودکار میخواین، فکر میکنین میخوام برم تو آفیس یه خودکار بیارم، میرین تو آفیس اونجا یادتون میره برای چی رفتین، دوباره باید برگردین به نقطه شروع، بعد یادتون میفته. اگه میشه لطفاً در ستون. ممنون. ممنون، مرسی. اولش چیز بود مثلا خواب، همطور که گفتم برین تو میو کلینیک بگین مثلا sleep problems یا complications و اینا، و براتون میگه که مثلا یکی از اشکالای ما اینه که بعضی ها به کافئین حساسن. من خودم از ساعت 2 به بعد قهوه مصرف نمی کنم، از ساعت 4 به بعد چایی هم مصرف نمی کنم، چایی های گیاهی مصرف می کنم، یا جنجر رو می گیرم یه ورقه خیلی نازک درست می کنم می دازم تو آب داغ، یا حتی میوه رو، من انواع اقسام میوه ها رو ورقه خیلی نازک می دازم تو آب، میشه چایی شب من. و دیر خیلی غذا نمی خورم، خیلی سنگین یا خیلی سبک. بنابراین کافئین مهمه. دوم، حالا ایرانی ها میگن، بعضی ها میگن، میگه من چای میخورم بهتر میخوابم. میگم خدا عمرت به کاش منم اینجوری بودم، چون من چای قهوه خیلی دوست دارم ولی نمیتونم، خوابم نمیبره. بنابراین شما اینا رو درست کنید. بعد جایی که میخوابین میگن اگه 68 درجه باشه بهتره، نورش بالشتون بلند نباشه زیاد، لباستون راحت باشه، لباسای زیری که خیلی سفتن خوب نیست. من به هر کی گفتم لباس زیر سفت تو
نپوش میگه اصلا زندگیم عوض شد شب موقع خواب، و چون که فشار میاره اذیت میکنه اینا. و عرضم بزرگتون صدا مطرحه، بالش گفتم، پوشاک مطرحه که راحت بشه، از اینجور چیزا دیگه، افکار، از همه مهمتر فکره. مثلا یه دیگه با موزیک خوابشون بهتر میشه. یه چیزی هست به اسم سپاتیفای روی این هوشمندا، من میزنم پیسفول وایولین، پیسفول پیانو، پیسفول مثلا چلو، یا میزنم یا یکی دیگه هست به... از اینا زیاد هست توی یوتیوب هم هست، زن میوزیک مثلا، یا فرض بفرمایید بگردین. حالا اینا رو بعدها میتونیم بیشتر راجع به صحبت بکنیم، ولی از موزیک باید کمک گرفت. و خب دستگاهی هست که 5 دقیقه 10 دقیقه موزیک میزنه خاموش میشه که شما اذیت نشید. و دیگه براتون بگم چی میخوام بگم، باید بگردین ببینید چیه که اذیت میکنه و کمش. وریکوز وینم همونطور که گفتید، بله باید با پزشک و متخصص صحبت کرد و ببینید چی میشه. باز میگم شما لایف استایلتون رو بهتر بکنید، خیلی از این مسائل کم میشه. کفش خیلی مهمه، البته مستقیما با وریکوز وین ربطی نداره، با کل سرخ‌رگا بیشتر ربط داره. مسئله که قند خونشون بالاست، کفش 20% مسائل رو رفع میکنه. کفش خوب براتون بگم دیگه چی برای وریکوز وین. یه دیگه اصلا میرن لیزر، مثلا توی زوم یه خانمی اومدن گفتن که یا رو رادیو همراه بود، گفتم من رفتم وریکوز وینم عمل کردم بدتر شد. گفتم حال چیکار کنم؟ گفتم که اولا با همون پزشک متخصص صحبت بکنیم بگین چرا، دومی که شما نمیدونید اگه نکرده بودین شاید بیشتر بدتر میشد، شاید کمک کرده شاید هم نکرده. حالا از خودشون بپرسید، سکند اپینیون، ثرد اپینیون اینا بگیرین برید. ولی باید به خود رسید، به بدن کمک کرد و دستورات رو خوب رعایت کرد. مثلا مسئله داروها خیلی مهمه که ما داروها رو، داروهای کهنه رو بریزیم دور، عرضم بزرگتو درست اونی که گفتن عمل کنیم، عوضش نکنیم، خودمون کم و زیادش نکنیم. هر کدوم ما با هم فرق داریم. مثلا منیش خانم میگه من نصف دوزش رو نصف کردم حالا بهتر شد، شما بکنید. نه، هر کدوم ما فرق داریم، باید دنبال کردم. سوال آخرتون چی بود؟ سومی نزمیدید من ایشونو من امید بکنم، ببخشید بنده هم باید می نوشتم. بله من میارم ایشون. ایشون بفهمید حال آخرتون رو لطفا. بله، درباره این که باید دنبال چیزی که میرین بردارین یادتون میره که برای چی اوکی فراموشی. بله فراموشی مسئله بزرگیه، ولی آلزهایمر نیست. آلزهایمر از 60 سال به بالا پیش میاد و خیلی مشخصه. یعنی وقتی بگین یکی آلزهایمر داره، باید اون گنگلیونا تو مغزش دیده بشه، باید تاو باشه، باید امیلویدش بالا باشه و و و و چیز بدیه. خیلی ها دارن، ولی خیلی ها این که فکر میکنن آلزهایمره، آلزهایمر نیست، فراموشیه، دیمنشیاست. فراموشی دو جوره، یکی طبیعیه یکی بیماری. طبیعی این که شما مثلا یادتون بره کلید ماشینتون رو کجا گذاشتی، یا اسم پسرخاله دخترخالتون یادتون بره، یادتون نباشه دیروز چی خوردید، یا به قول خودتون این خودکار آدم یادش میره بذار برید. بیماریش اونه که کلید ماشین توی یخچال بره، یا آدرس خونتون رو گم کنید، یا اسم برادرتون یادتون بره. میشه میگن این فرق داره با هم. اونجاست که میرید دنبال اینه که خب مسئله چی هم. ولی یه درصد عظیمی از فراموشی ها، نمیخوام بگم 99%، از شلوغ بودن سره. کله هامون پر آشغاله، پر آشغاله. دیشب چند شب پیش یه نفر صحبت میکرد، روانپزشکم بود، عنوان صحبتش بود شستشوی مغزی. گفتم دکتر جان اولا کلمه شستشوی مغزی غلطه، چون مغز عالی کار میکنه، مایند که اشکال داره. دومی که من دوست دارم مغزم شستشو بشه، شستشو تمیز میکنه. گرفتاری ویروس های روانی مغزی فرهنگیه. من کلم پر ویروس ذهنیه. 1400 سال پیش اسلام به من داد، 500 سال پیش تشیع صفوی، بعد 70 سال پیش اینو گوش کنی
فرهنگ سطحی استعماری استثماری مصرف کنندگی از غرب به ما رسید. ما فرهنگمون عالی بود، ما دهه 30 و 40 عالی زندگی میکردیم. دهه 40 شروع شد، فرهنگ سطحی اومد فرهنگ خوب من آلوده کرد. زیاد کارش کردن شد خرکاری، زیاد خوندن شد خرخونی، ندزدیدن شد بیارزگی. اینقدر منو اذیت میکرد این موضوع که پدر به پسرش میگفت بیژن سر سال میلیونر شده، وای به حال تو. ایرانی اصیل خوب آخر دهه 40 اینجوری شد. خانمی که نجیب بود بهش میگفتن تو امولی. برای این انقلاب شد. یه علت مهمش این بود که ما فرهنگ اصیلمون رو ریختیم دور. فرهنگ اینا دو جور فرهنگ دارن، یکی فرهنگ سازنده که خودشونو قدرت درجه یک جهان میکنه، یکی فرهنگ صادراتی که میفرستن به ما و ما فکر میکنیم ما غربی شدیم، متجدد شدیم. نه، 10 سال قبل از انقلاب ما بی‌معنی شدیم، ما هچلهف شدیم، ما پرت شدیم، گیج شدیم، قاطی کردیم. بهترین استادای بهترین دانشگاه‌های ما دیوانه ترین رو گذاشتن سر کار، حالا بهشون فوش میدن. عزیز من، بدبخت گفت من کیم چیم، تو ما چیمون بود. خلاصه کلمون پر آشغاله و راهش هم خوشبختانه روانشناس‌های ما متخصصین علوم رفتاری، من همیشه بهشون میگم، به هولاکویی میگم، به فوجان زینی میگم، به منجزی میگم، میگم اگه شما نبودیم ما بدبخت شده بودیم. روانشناسای ما خیلی به ما این 40 سال کمک کردن. و مهمتر 40 سال پیش هولاکویی هی میگفت عزت نفس، حرمت نفس، اعتماد به نفس. و من یه شب اتفاقا در خدمت فرید جان منزل ایشون بودیم، هولاکویی هم بود، چقدر لذت بردیم از این 20 سال پیش در بوده. من میگفتم این چقدر میگه عزت نفس، حرمت نفس یعنی چی؟ بعد دوزاریم افتاد که نه، همه چیه عزت نفس، حرمت نفس، اعتماد به نفس، همه چیه. یعنی وقتی شما اعتماد به نفس ندارین چیکار میکنی؟ منو میکشین پایین که خودتون احساس حقارت نکنید. خیلی ساده و دنیا اینجوری میشه. چی میگم؟ بچه 10 ساله افسرده، بچه 7 ساله خودکشی میکنه. یعنی چی؟ زن من میترسن ازدواج کنن، میترسن بچه دار میشه، بچه نمیخواد با... و و و و چیزا که میدونی. خلاصه اینه که در رابطه با فراموشی و سر، ببینید ایرانی چقدر باهوشه. از 5000 سال پیش میگفت از هر دری وری نگو. یعنی فوکوس کن. یا مثلا بگفتن حساب کتاب. ببین چقدر قشنگه. من بابام یه دفتر کوچولو اینجوری تو جیبش بود، یه قرون دوزارش هم مینوشت مرتب. حساب کتاب داشت کار زندگیش. شویه؟ و و و و. خلاصه اینه که ما باید کمک بگیریم از پادکست های عالی که هست، از ورکشاپ های عالی که هست. باز به من بنویسید، با کمال میل در خدمتتون هستم که بگم چیکار میکنم که سروایو کردم و در 80 سالگی من سرباله کوه میدوم، رولر بلید میکنم کنار دریا. یه دفعه یادم رفته بود هلمت بذارم، بعد همینجور ملت که از روبروی مادن اینجوری میکردن، اینجوری میگفتم چشونه اینا، بعد گفتم آه موش سفید همه میبینن، میگن مرد سفید بدون هلمت اینجوری تو این سن و سال رولر بلید اینا. همش هم از اینه که میگم سعی میکنم به کار ببرم این همه اطلاعات خوبی که اصلا شروعش نکنم و از تمام این چیزا که گفتم واقعا لذت ببرم، یعنی موزیک و ورزش و خوراک عالی و چه و چه. خیار ایرانی یادتون نره. تخمه اگر کسی همیشه گشنه شه و مسئله داره میخواد یخچالش رو زنجیر بذاره، تخمه کدوی دابل روست فروشگاه ایرانی دارن، سکواش، نه اون ریز ریزا، درشتره. اگه بدونید این چقدر خوشمزه است، اگه این نباشه میگن خیلی ها چاق میشن، اینو میگیرن همینجوری به جای غذای چرب و شیرونه حرفا. یا مثلا همون چایی های گیاهی که عرض کردم، یه دهی هستن که مسئله اشتها دارن، هرچی میخورن سیر نمیشن. اینه که چایی های گیاهی
از نعنا گرفته تا جنجر گرفته تا و و و و استقدوس نمیدارم گلگاف زبون فلان فلان اینا. یه چیزم گفتم گلگاف زبون، یه چیز بگم. دیروز از هاروارد و استنفورد یه خبری اومد که این اول دماغ ما، سوراخ دماغ، 50 میلیون سل اکستنشن هست. یه ذرات کوچولی هستن که از سلولا درست شدن، اینا ویروس میگیرن. شما اگر سرما بدین توی ناسترلتون، سوراخ دماغتون، اینا میشن 25 میلیون. یه دفعه با 5 درجه خنکی 50 میلیون میشه 25 میلیون. و یه سری ویروس ها فرار میکنن، میرن تای حلق و اذیت میکنن و ویروس تموم شدنی نیست. اینا 60 میلیون اینجا هستن. اتفاقا اونا میگن این آدم ها چیکار میکنن رو کره زمین، ما داشتیم قشنگ زندگیمونو میکردیم، ویروس ها، شما اومدی باعث میشیم ما جهش کنیم و فلان. اینه که سرمان نخورید. این ماسک شنیدین دیگه، پارسال و پیارسال فلو رو کم کرد، چون که درسته که آیسولیشن بود، تو خونه بودیم، نمیدونم فاصله میگرفتیم، چه تقویت کردیم سیستم ایمنی رو، ولی ماسک کمک کرد که همین کار گرفتن ویروس توسط اینا بهتر انجام بشه و ما بی خودی مریض نشیم. اینه که به خودتون برسین، چون انواع و اقسام ویروس همینجور میاد و درست نیست که سیستم ایمنیتون ضعیف بشه. ممنون، مرسی. خانم مریده سعیدی بفرمید. مرسی آقای دکتر از برنامه خیلی خوبتون. من دو تا سوال دارم. یکی این که وقتی مثل الان که میخوام با شما صحبت کنم، فشار خونم خیلی بالا میره، استرس میگیرم. یکی هم این که این برای قلبم که میخواستم برم روی این تاپیرولان، وقتی که رفتم همینطور فشارم خیلی خیلی بالا رفت و نتونستم ادامه بدم. میخواستم ببینم راهی داره. بله راه داره. راهش صحبت با دکترتونه، با متخصصتونه، و همطور که گفتم از پادکستای خوب، از فایلای خوبی که توی یوتیوب هست، اول متخصصتون، دکترتون. و داستان از این قراره که همه ما استرس باعث میشه فشار خونمون بره بالا، و بازم میگم چیزایی که گفتم اگه بکنید کمک میکنه. اخبار سیاسی تماشا نکنید، مخصوصا الان اخبار ایران اذیت میکنه. یه شب دیگه زوم داشتیم، یه خانمی از کانادا زنگ زد گفت من دارم ریبونه میشم، نمیتونم کار کنم، نمیتونم به خانوادم برسم، نمیتونم بخوابم، نمیتونم بخورم، چون واقعا دردناکه. حالا تازه اگه اعدام ها زیاد بشه هممون داغون بشیم و این داستان طول داره. اینا نمیرن، اینا جایی ندارن که برن. ما بی خودی بگیم آخوند باید گم بشه، کجا گم بشه؟ میدونید حالا دیشب یک سخنران عالی از نیویورک داشتیم که خبر خوب میداد و اون این بود که جوانان هسته های محله درست کردن. کلمه کلیدی، کیورد. من همیشه میگفتم شورای محله. همیشه با یه گروهی داریم استاد دانشگاه شریف و دانشگاه تهران، هی اینا فوش میدن، شلوغش میکنن، احساسات بازی و اینا. میگم که عزیزم 500 سال پیش مارتین لوتر پروتستان رو شروع کرد. 500 سال. من استاد بهترین دانشگاه ایران حالا دارم میگم آخوند باید گم بشه. فکرشو بکنید این روزه هایی که این روزه خونه خوندن این 500 سال تشیع صفوی، 1400 سال اسلام و این 70-80 سال گمراهی فرهنگ سطحی غربی، ببینید چه به سر من و شما آورده که مزخرف بگیم. امروز یه چیزی نوشتم، فرید جان شما این کار با دوستان بکن، گفتم توی مهمونی یه چیزی پرینت بکنی، یه جمله، بعد اینو پرینت کنید بدین به همه 20 مهموناتون، خب بگین این معنیش چیه، خب بعد بخونی ماتتون میبره که چقدر اینا با هم فرق دارن. یه جمله ساده، یه چیزایی میگن و بعد بعضیاش عکس همه همون جمله. بعد گفتم حالا میخوای جالبترش کنی دوباره این کار رو بکنی. بعد جواب اول منیجر خانومو با جواب دومش بذارین کنارم. آخه مگه میشه؟ کلمات معنی دارن، جمله معنی داره. ما خیلی سرمون خسته است. برای دوستی که
پری خانم تقدیری. شما راستی محمد تقدیری رو میشناسین پری خانم؟ نه؟ تمپا میشونه؟ نه؟ اوکی، پسر خیلی خوبیه، گله. عرضم بزرگتون، خانمش هم خیلی خوب سنتور میزنه، بچه های خیلی خوبه. در رابطه با همون فراموشی بود و فشار، یا مثلا همین استرسی که میگین موقعی صحبت کردن میخوام بگم. ببینید، در مورد صحبت کردن به خودتون بگین که من اوکی ام، مثلا مخاطبم میخواد خوشش بیاد میخواد خوشش نیاد، دوست نداره چیزی که من میگم گوش رو بگیره، بره بیفته، بره بپره تو اقیانوس، اصلا نگران سایرین نباشی. میدونی چی بگم؟ مثلا هولاکویی الان 40 ساله که سی دی درست میکنه، دی وی دی درست میکنه، پادکست داره، تمام این مراحل قشنگ گذرونده. یکی این، یکی با دوستاتون، همسایه‌هاتون، فامیلاتون. یکی هم دیگه این که به بچه ها میگم من زوم درست کنید، شماها زوم درست کنید، از فرید جان یاد بگیرید زوم درست کنید با همکلاس. ما یه دونه درست کردیم با همکلاسای 60 سال پیشمون، یکی تو پاریس پیدا کردیم، یکی تو کاستوریکا پیدا کردیم و بعد زوم گذاشتیم، همه میگن ای تو کی هستی، تو کی هستی، همکلاسای سابقینا. از این کارا بکنید، سر خودتون رو گرم کنید، اخبار سیاسی ایران گوش نکنید. من یه وقتی چیز میکردم، یه وقتی مثلا 5 دقیقه صبح کارن رو گوش میکردم، 5 دقیقه هم از همراه اونا رو گذاشتم کنار، چون که تو گروه هایی که هستیم، مثلا CNN هدلاین نیوز، این چیزای اصلی رو میگه، بسه دیگه، تو عمقش نری. چرا؟ چون اینایی که تو میدیا هست دروغه. سیاست من آقای بایدن، اگه ما بدونیم که سیاستش چیه اعلام نمیشد. آقای ترامپ همینطور، اینایی که میگن سرگرمی برای ماست، اتفاقای اصلی تو مثل همون کوهی یخ، مثل کوهی یخ اتفاقای اصلی زیر قضیه هست. برای این وقت رو تلف میکنید، اخبار سیاسی گوش میکنید، اعصابتون رو خرد میکنید و مریض میشه. یه جا دیدم نوشتم 99% بیماری های ما از لایف استایل مونه، از اینی که با خودمون مهربون نیستیم، به خودمون فشار میایم، وضعیت رو ببخشید. در مورد آره، در مورد اون تردمیل هم با دکترتون صحبت بکنید، نگرانش نباشین و بهترین راه صحبت با دوستایست که کمتر ناراحتن و حل کردن این مسائل رو بیشتر صحبت کنید. صحبت عالیه، عالیه صحبت. مرسی، ممنون. خانم تبرسی بفرمایید. دوستان اگر سوالی دارن که قبلا سوال مشابه شده است و جواب گرفتن، لطف فرمایین فرصت رو بدم به بقیه که همه بقیه بتونن سوال داشته باشن. خانم تبرسی بفرمایید. مرسی، خیلی ممنون. از واقعا که خوشحالم تا الان همچین صحبتی نشنیده بودم. من ضربان قلب من آقای دکتر پایینه، مثلا 40 گاهی وقتا 38 از این چیزا میزنیم. من متخصص قلب میرم و گاهی وقتا هم که نمیدونم برای چی خیلی ذره بالا میره 90-100 و دکتر به من یه قرص داده، گفته وقتی که ضربان قلب اینقدر بالا میره شما قرصی که من داده من میخورم، البته الان اسم قرص این قرص خیلی خیلی کوچیکی است، بیزی شکل خیلی کوچیک اون میخورم و دراز میکشم، یواش یواش خوب میشم. و گفت اگر خیلی شدیده که نمیسته با این قرص بری امرجنسی. ولی ضربان قلب من روی هم رفته خیلی پایینه. دکتر میگه اوکی، نمیدونم دیگه این درسته یا اینکه. مرسی. عرضم بزرگ انورتون، بازم میگم متخصصتون دلش نمیخواد که بهترین تشخیص رو نده و بهترین درمان رو نکنه، چون مسئوله و خیلی ساده اگر به شما خوب نرسه، ساده ترین کارش اینه که دیگه نمیرین پلوش یا ازش گله میکنه، شکایت میگه، اگه خدای نکرده گرفتاری برای شما پیش بیاد اون مسئوله. برای اینا آخرین دقتشون میکنن و خیلی وقتا مشاوره میکنن. مثلا تو مرکز پزشکی UCLA ما دکتر میاد شما رو معاینه میکنه، بعد میره تو اتاق بغلی، اونجا 5 تا 10 تا 15 تا متخصص عالی نشستن و همشون با هم مشورت میکنن. یا مثلا میره سراغ کامپیوترش با سوال جواب میکنه و غیره غیره، پیام میفرسته، پیام میگیره. اینا این که آخرین سعیشون میکنن که بهترین درمان رو به شما بدن، شما اون رو دقیق مراعات کنید. و ببخشید من هی تکرار میکنم،
میگم باید به بقیه جنبه‌های زندگیتون هر چی میتونیم برسید، یعنی واقعا خودتون اذیت نکنید. یعنی یه سری چیزایی هست که اصلا به شما مربوط نیست، به شما مربوط نیست که چرا عدالت در جهان نیست، چرا یه میلیارد آدم گرسنه است، چرا یه میلیارد بچه مدرسه نداره، کلاس نداره، نداره. یه دوستی بود میگفت وقتی شما میگه دنیا بده یا زندگی بده، میگم نسبت به کدوم یکی؟ ملاک چیه؟ همینه که هست. یه چیزایی داره بهتر میشه، یه چیزایی بدتر میشه و و و و. هنر در اینه که ما به خودمون برسیم، به تنمون و روانمون، هر چی که میتونیم برسیم. چیزایی که نمیتونیم عوض کنیم کاری نداشته باشیم، و چیزایی که میتونیم عوض کنیم عالی عوض کنیم. و میتونی، شما میتونی خودتون رو ماساژ بدید، همچنین که نشستین خودتون رو ماساژ بدید، حرکت بکنید، نوشیدنی کافی، خوراک کافی، مولتی ویتامینتون رو بردارید، غذای گیاهیتون رو بردارید، عرضم بزرگتون، به خودتون فشار نیارید، اینو نخورم، اونو نخورم، این کار نکنم، اون کار نکنم، به آدم های بد کاری نداشته باشید، تو فامیل، تو همسایه، تو دوست، بچه هاتون، نوه هاتون. چون ببینید فولاد که نیستیم، در واقع من گاهی ماتم که چطور ما سروایو میکنیم با این همه فشار و این همه گرفتاری و این هم بدتر. اینه که با خودتون مهربون تر باشین، همطور که به خانم سعیدی گفتم صحبت کنید، بیشتر 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 صحبت کنید. مثلا خانواده من همیشه من میگه کامیونیکیشن. من از خانواده اومدم که خیلی ساکت بود، هم پدرم ساکت بود، مادرم ساکت بود، خواهر برادرم ساکت بودن، و اینا هی به من میگن باید حرف زد، باید حرف زد هر چی بیشتر. یا مثلا یکی از چیزایی که شنیدین دیگه ایرونی میگه که مادر من همیشه میگه خدا کنه من محتاج کسی نشم، مادر خدا کنه من. حالا اینا دارن روانشناسی جدید میگه هر چی میتونی محتاج تر باش. باربرا استرایزن یا آهنگ داشت یادتونه، میگفت people who need people they are the luckiest people in the world, children who need children are the luckiest children in the world. و دلیلم میاره، میگه اصلا نگران نباش که بهترین جواب رو نداشته باشی یا بهترین جواب رو نشنوی، حرف بزن، حرف بزن. من اگه با این دوستم، عزیزترین دوستم که از دست دادمش، اگه بیشتر الان شما نمیدونید من چه حالی هستم، بچه هم رگاش خراب بود هم برقش، بهش میگم اسمش مسعود بود، میگم مسعود آسپرینات همراهت باشه ها، آسپرین لو دوز، آسپرین بچه سه جا داشته باش، در ماشین، در خونه و در دفترت، که تا اون درده اومد یه آسپرین بچه بندازی بالا، بری به طرف امرجنسی روم، بری به طرف آمبولانس، بری به طرف دکتر و و و. بازم اگه بود دومی رو بنداز بالا، سومی رو بنداز بالا. بعد میگه هر چی شد شد. خب بچه نازنین، یعنی واقعا عزیزترین آدم زندگی من بی خود بی جهت رفت و تقصیر من بود، من کشتمش، چون بیشتر باش حرف نزدم. بعد میزدم تو گوشش، مردی که تو دانشگاه رفتی، درس خوندی، کامپیوتر ساینتیستی، یعنی چی هرچی شد شد و و و و، با دو تا بچه و زن عزیزش الان علاف و و و و، تقصیر من شد، من کشتمش، برای اینکه کم حرف زدم باش. خلاصه اینه که حرف بزنید، هرچی بتونید حرف بزنید. ممنون شما. جناب صابری بفرمایید. جناب دکتر داریم خسته میکنیم حسابی ها، ببرمید اگه از این کار بهتر من میشناختم میرفتم اون کنو میکردم. شما تشویقاتون پایست میشه من اعتماد به نفسم زیاد بشه، جوون بشم. ممنون از شما، ممنون لطفتون، وقتتون. جناب صابری من شما را آمیوت کردم، شما گویا مثل که نمیتونید خودتون آمیوت کنید. تا آمیوت بکنن میگن بله. شما تکس پیرا پول میدین که ما خوب کار کنیم. واقعا میگم اگه خوب کار نکنیم تکستون حروم شده. خانم شهر استی بفرمید. بی اندازه از صحبت‌های شما لذت بردم، خیلی خوب بود. مثل که شما صحبت میکنین راجع می که ما باید هولستیک لیوینگ داشته باشیم، یعنی همه سه قسمت خودمونو با هم دیگه جلو بر، روح، جسم. مرسی که اینو گفتید، من تو اسلایدهای بعدی خواهید دید پنج قسمت. پسرم میگه ما پنج دنیا داریم، فیزیکی، تنی، ببخشید افتون رو قطع کردم چون دلم میخواد اینو بشنوید،
من 5 تا محمد نوابم. فیزیکی، ذهنی، منتال، احساسی. احساس با ذهن فرق داره. من اینو نمیدرسم تا 5 سال پیش. من فکر می‌کنیم همه اینا تو کلمونه و چه و چه و چه. نه. ذهن با سر داره کار میکنه، منتال بیشتر بزن، احساس با تمام بدنه. چون شما برد که میشین از یه چیز آه بکشید یا خمیازه میکشید، برد که میشین خمیازه میکشید، یا یه چیزی که هم میگه که بیاد آه بکشید، یا فرض بفرمایید میگه gut feeling، یا تمام بدنه. پس شد فیزیکی، منتال، ذهنی، احساسی، emotional و financial. پسرم هی میگه فاینانشال بخش مهمی از زندگی شما. گور پدر اون روزف خونه که میگفتن مال دنیا و چیز بی خودی همشو بدیم به ما. یادتونه؟ میگم سرمایه داری بد چیزیه. نمیدونم مادی نباش. مزخرف. پول انرژیه. شما اگه انرژی نداشته باشی نمیتونه ادامه بدی. بنابراین چارمیش فاینانشال ورد شماست. شهلای اجتماعی. و شهلای فیزیک شهلا، منتال شهلا، اموشنالش، فاینانشالش و سوشالش. سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی 50 سال پیش گفت اگه شما همه چیتون درست بشه، روابط اجتماعیتون کامل نباشه، سالم نیستی. بله من همه بگی. بنابراین پنج بگی. ببخشید حرف رو قطع کردم، دلم نمیخواست این پنج تا رو نشنوی. بگی. اجتماعی صحبت کنم، بلکه من متوجه شدم که اگر خودم از خودم در بیارم و با دیگران باشم یا خدمتی بکنم، مخصوصا با جوانان، برای اینکه با بچه‌ها با جوانان کاری بکنم، اون چی که یاد گرفتم با اونا شیر کنم، متوجه میشم که خیلی اصلا سلام حالا نمیدونم شما راجع به این سرویس به دیگران که پولی هم نیست و خدمتیه چه عقیده‌ای دارید؟ بهترین کاره. اصلا یکی از امتیازهای پدر من همیشه میگفت دو تا شغل در دنیا بهترینه، یکی معلمه یکی پرستار. مهتم چرا؟ میگفت که برای اینکه کمترین حقوق میگیره سخت‌ترین کار میکنه. و من خودم که این 60 سالی که توی دانشگاه هستم اصلا کیف میکنم، یعنی جوانم و بچه هامو از 4 سالگی 3 سالگی ما از اینا چیز یاد میگرفتیم. مثالاش حالا بعدها برای تو خواهم گفت. من بعد از این میام توی زوم شما و همجور میتونیم حرف بزنیم تو آخرهای برنامه ها و غیره. از خدا میخوام، از خوشحالم که من شرمندم که یه نفر گفت که شما چرا آقای اول بهمن گفت که چرا زودتر ما آشنا شدیم. من به خودم میگم چرا من این همه سال مرخصی گرفتم از شما. خدا شاهده. برای دوستان باید بگی که ما یک اندیشگاه داشتیم و چقدر کار جالب میکردیم با فوجانی. خلاصه بهترین کار. الان شما ببینید جوانا چیکار کردن. یک کلیپ نشون دادم به تو، زنای سوریه. مگه شوخیه؟ دنیا رو تکون دادن و به همه دنیا میره. چین شلوغ شد، گفتن ما رهبر مادام رو نمیخوایم و نمیخوایم تو خونه حبس باشیم. روسیه دیروز سرکوب زیاد کرده. یعنی چی؟ یعنی که دخترای ایران روسیه رو تکون دادن. و حالا صبر کنید، همین خیابونای همین وستوود و فدرال بیلدینگ، حالا صبر کنید ببینید زنای اینجا چه خواهند کرد در اثر زنای ایرانی. اصلا بهش، یعنی ما 40 سال سرفکنده بودیم، الان سربلندی از جوانامون و پدر مادراشون و دوستاشون و آشناهاشون و همه. اینه که keep up the good job، ادامه بدین، لذت ببرین. و دوستان همونطور که گفتم هر چی علت بیماری های شما اینه که کم خوشگذرانی میکنی. یه بابایی هست در کانادا به اسم گابور مته، این پزشک متخصص تراما، فوق تخصص تراما داره، میگه علت افسردگی و تنهایی 4 تا چیزه: دوری از طبیعت، دوری از دوستان، دوری از مشغله روزانه و دوری از خود. خود. این خود انقدر مهمه، یعنی ما
50 60 70 80 سال با این خود زندگی کردیم. الان اگه من از شما بپرسم خود چیه، میگید خب دیگه خود دیگه. نه خود چیه فکر کنید. و همطور گفتم شبکه است توی بدن ما، اینا شبکه هایی هستن، انرژی هایی هستن که باش به دنیا میایم. و هفتا سی انگلیسی داره: calm, connected, courageous, curious، از اینجور چیزا. و این خود در جایگاه awareness نشسته مثل تخت سلطنت و داره من و شما رو جلو میبره. و اون منهای کوچیکی که در اثر تراما، شوک، استرس، بدرفتاری در من ایجاد شده در ناخودآگاه من، میان خود رو میزنن کنار و خرابکاری میکنن من. و راهش اینه که بریم دنبال شناختن این خودهای داخلیمون و بهشون عشق بدیم. نمیتونید شما از بین ببرنشون. الان هنوز یکی از متخصصا فوق تخصصای متفکر میگه احساسات فلان رو سرکوب کنی. بگم نانسنس، سرکوب نمیتونی بکنی. عشق بهش بده، چیچی رو سرکوب کنی؟ متوقف کنی، خودخواهی رو متوقف کنی. مزخرف میگه من عاشق خودمم. علتی که عاشق زندگیم، عاشق دنیام، عاشق مردمم برای اینه که عاشق خودمم. برای اینکه پدر مادر عالی داشتم، برای اینکه معلمای عالی داشتم، دوستای عالی داشتم، شانس آوردم. چپ و راست شام. یه چیز براتون میگم، من پدرم برای سازمان برنامه کار میکرد برای صنایع. رضا شاه صنایع رو بیرون شهر ساخته بود. 6 کیلومتر بیرون شهر. بیرون فرسوی کهریزک بودیم، ورامین بودیم، مشهد آبکوه بودیم، رفتیم 2 سال آذربایجان میانده آب بودیم، مردش به دنیا اومدم بغل تخت جمشید. دان شما یه خانواده 200 نفری بودیم، 200 خانواده. پدرمون عصر که میشد میبندن تو مدرسه والیبال بازی بکردن. 12 تا مهندس بودن، 6 تا اینور 6 تا اونور. مادرها همینجور پخت و پز میکردن، هی میرفتیم پیکنیک. اصلا تو بهش ما زندگی. ما هم همش ساز دستمون بود، یکی ویولون، یکی آکوردیون، یکی نمیدونم چی 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 چی، همش خوش بگذروندیم. اصلا unbelievable. در صورتی که برادرم که تهران تینیجر شد و البرز رفت و فلان اینا، داغون شد. من و خواهر و برادرم چون محیطای کوچیک بزرگ شدیم، اعتماد به نفسمون بیشتر بود. خلاصه اینه که باید خوش گذروند، باید خوش گذروند و باید با جوانا بود و موزیک و رقص و خودتون بهتر میدونید. سال آخر رو بگیریم. عطیه خانم بفرمید، من شما رو هم میاد میکنم. عطیه خانم. بله. با عرض تکبیر. جناب دکتر، من یه سوال داشتم از شما. من در ماه جون یه خود حالم بد شد و رفتم بیمارستان، بعدن در قلبم فنر گذاشتن 3-4. بله. بعدن گفتن که این قرصی که آسپرین بچه میخوری این زیاد تأثیر نداره، به من الیکویز دادن. حالا من میخواستم ببینم که الانم شما در صحبتاتون فرمودین که به یکی از دوستاتون 3 آسپرین بچه میخوره اینا، من چطور به من چیز کردن آسپرین رو برداشتن الیکویز دادن؟ الیکویز هم قرص خوبی باید باشه، ولی که برای جیب بنده زیاد مناسب نیست، چون من ماهی دوای دیگه هم دارم. من روزی 30-40 تا دوای دیگه هم میخورم، چون همه چی دارم، همه چی. تصادف هم کردم، پام ندارم دیگه. پا دارم ولی خب دیگه ناقص میشه. و هر جا درد و همه چی هم دارم، ولی $500 هم فقط باید الیکویز بدم. میخواستم ببینم آیا قرص دیگه ای هستش که جایگزین این بکنم، یا بایدم باز به حرف دکترم رفتار کنم. ممنون. همه چی هست و واقعا باز تأسفه. همونی که اول برنامه گفتم خدمات پزشکی شده صدمات پزشکی. این وکیلا لاسود میکنن، مرکز پزشکی میخواد دکتر بیشتر درآمد داشته باشه. گفتم برای تو جراحی هایی بی خودی میکنن،
آقا این دوست ما یوبورسب داشته، یعنی رفته افتاده کمرش درد گرفته، دکتر بهش وایکودین داده، کودین 500 دوتا داده، یوبورسب گرفته، حواسش پرت شده، خودش و زنش نرفتن سراغ پرونجوس و نمیدونم گیاهی و چه و چه، رفته دکتر گفته من دلم درد میکنه، گفته بود دوباره امرجنسی روم آپاندیسه، رفته از صبح تا شب توی ER بوده، MRI کردن، وقت تازه MRI میگه اومدن منو بلند کردن از روی تخت، دو نفر پرت کردن روی تخت MRI، کمرم شکست. بعد MRI میکنن میگن بله درسته یوبورسب داری، حالا شانس برده جراحیش نکردن. از اینا پره صبح تا شب پره، و واقعا گرفتاریه. بازم میگم اون 5% که عالی درمان میکنن شوخی نیست، چشمش رتیناش کنده میشه، میره 2 ساعته میچسبونن، از قبل بهتر میبینه. دوست ما رفته زانوش نه هیپشو پروتز گذاشته، هیپ ریپلیسمنت کرده، تو 4 ساعت این بچه 10 سال جوان شد. ساعت 10 رفته اتاق عمل، ساعت 2 من رفتم دیدنش، میبینم اصلا 10 سال جوان شده بچه، و پرستار اومد گفت بیا بریم را بری. تو 4 ساعت پروتز لگن گذاشته براش، و تازه هم حالش بهتر شده، هم میگه بیا پاچه بریم را بریم. اینه که جاهایی که عالی عمل بشه، درست عمل بشه، لایف سیوره. یعنی اگه اینا نبود ما داغون بودیم. سردرد ساده، شما وقتی سردرد ساده میاد هر کاری میکنید نمیذاره کار کنید، میگرن که میاد ویدن. اینه که مطلقا یادمون نمیره که پزشک خوب، درمان خوب، داروی خوب، جراحی خوب، اینا عالی هم، لایف سیر هم، طول عمر ما رو 2 برابر کردن، زندگی ما رو بهتر کردن، ولی اونایش هم که درست نیست واقعا باعث ناراحتیه، واقعا دردناکه. و متاسفانه همونی که به تو گفتم 76 سال پیش حریص ها، گریدی ها، دیوانه ها، مریض ها افتادن به جون ما، و از راه میدیا، از راه به دانشگاه رو سوخ کردن، به جورنال های علمی سطح بالا رو سوخ، دروغ چاپ میکنن. یعنی حتی 50 سال پیش که من نیویورک بودم، 50 سال پیش کولومبیا، یه پروفسور اسلو بود اومد سر این شیرین کننده مصنوعی، گفت امسال سازنده هاش سایکلمیت پول میدن به دانشمندا که بگن سایکلمیت خوبه، سرطان نمیاره، بعد اون یه داروی دیگه دالسینشو میگن که میاره، اینا عوض میکنن با هم، میگه 2 سال تو بفروش 2 سال من میفروشم. و این وسط مصرف کننده بیچاره الاف این وضع. خلاصه سرتون درد نیارم. هر چی که دکترتون میگه واقعا من متاسفم از اینی که میگید، خیلی دردناکه، خیلی سخته. تنها رایی که به نظرم میرسه اینه که با دکترها دیگه مشورت کنید، با دوستاتون حتما بیشتر صحبت کنید، خوشبختانه تلفن دارید، واتساپ دارید، فیس تایم دارید، بیشتر بپرسید، بیشتر حرف بزنید، بیشتر بررسی کنید، ببینید که چه جوری میشه. ولی خیلی سخته، من خیلی متاسفم، واقعا شرمنده است آدم که اینقدر مردم ها اینجور اذیت میشن، خیلی بده. بعد یارو میره ماشین 5 میلیون دلاری میخره اصلا. من نشوام. ملی خانم بفرمیشون. درود بر شما دکتر نواب عزیز، چقدر خوشحالم که در خدمت شما هستم و واقعا لذت بردیم از صحبت‌های ارزشمند شما. من سوالی که داشتم آقای دکتر، من یه زمانی یادم هستش که این برنامه‌های دکتر آز رو نگاه می‌کردم و می‌گفتن که این آسپرین بچه رو بایستی هر شب هر روز بخوریم یه دونه و خوبه، ولی جدیداً دوباره یکی از دوستانم که دکتر هست به من می‌گفت که تحقیقات نشون داده که به خصوص برای خانم ها خوردن آسپرین بچه چندانم خوب نیست، لزومی نداره. نمیدونم واقعا ما بایست این برای رقیق کردن خون، در صورت که داروهای رقیق کننده دیگه نمیخوریم، این آسپرین بچه رو بخوریم هر روز یا نخوریم؟ ناراحتی قلبی داشتید یا نه؟ من نه خیر، هیچ وقت نداشتم. پس برای
پیشگیری دارین؟ گفته بودن بخورید. بله. بله. اینم از اون موقعی که شنیدم دیگه. یعنی همه باید بخورن. نه نه درست نیست. همون اول گفتم. گفتم این امپراتوری داروسازی ساعتی مثلا 15 میلیون دلار داره میاره. ساعتی نه روزی. اصلا قوقاست. قوقاست. یعنی جنایت از ما با یک شرکت هست به اسم نوارتیس. 20 سال پیش ما یه دارویی درست کرده بودیم که کلسترول خوب رو بهتر کنه. در ضمن دوستان تا یادم نرفته اگه کلسترول خوبتون پایینه مطلقا نگران نباشید. ما این رو 27 سال پیش گزارش دادیم. نیویورک تایمز نوشت، لس آنجلس تایمز نوشت که پایین بودن کلسترول خوب نگرانی نداره. کلسترول بد رو پایین میاریم با استاتین، با زوکور، کرستور، اتورواستاتین و و و لیپیتور و و و کلسترول بعد هر چی بیاریم پایین تر بهتره، بدونی که نگران بشیم لذتش رو ببریم. ولی کلسترول خوب 4 میلیارد دلار خرج شد، 4 دارو درست کردن، کلسترول خوب رو برد بالا ولی حمله قلبی کم نشد. خوب میشنوین؟ 4 میلیارد دلار، 4 کلینیکال ترایل، 4 دارو، کلسترول خوب برد بالا ولی حمله قلبی کم نشد. کسایی هستن کلسترول خوبشون بالاست و حمله قلبی میگیرن، کسایی هستن کلسترول خوبشون پایینه هیچیشون نمیشه. خوب توجه میکنی؟ پایین بودن کلسترول خوب نگرانی نداره. الان میلیون ها آدم تو تمام دنیا، با اینکه ما 27 سال پیش گزارش دادیم ولی هنوز حتی دکترها یادشون میره. یعنی قانون اینه که اگه جواب آزمایشگاه نشون میده که کلسترول خوبت زیر 50 برای خانم‌ها یا کلسترول برای آقایون زیر 45 باید بهش بگی، در صورتی که داروی خوب برش وجود نداره. از کلسترول بده که باید وقتی کلسترول بد رو بیاریم پایین دیگه نگران کلسترول خوب نیستیم. یه موضوع دیگه، اگه کلسترول خوبتون بالاست دلیلش نیست که شما حمله قلبی نمیگیرید. یعنی طرف کلسترول خوبش بالاست میگه خب پس من هر چی میخوام بخورم، هر کاری میخوام میکنم و بعد حمله قلبی بگیره. یا کسایی که استاتین مصرف میکنن، اینم خیلی مهمه، کسی که زوکور مصرف میکنه، لیپیتور مصرف میکنه، نگه چون من دارم قرص کلسترول بد میخورم پس هر کاری میخوام بکنم. نه، اتفاقا اینا بیشتر حمله قلبی میگیرن، چون که به هوای اینکه من دارم قرص پایین آوردن کلسترول میخورم لایف استایلش خراب کرده، ورزش نمیکنه، خوب نمیخوابه، خوب نمیخوره و استرسش رو مدیریت نمیکنه، حمله قلبی میکنه. پس هم دنبال میکنیم دستور دکترمون رو، هم عالی میخوره. این داستان لو دوز آسپرین هم یادتونه من چی گفتم؟ گفتم 3 جا داشته باشه آدم اگر اون فشار آمد، جناق، چونه، سر، بازو، اون وقت آدم میندازه بالا. ولی اگه چیزیش نیست کسی، نخیر، لازم نیست آدم بخوره، چون خطر خونریزی رو ایجاد میکنه. با اینکه لودوز 82 ولی بازم یه دی حساس هم بهش بده. اصولا لازم نیست، باید گذاشت وقتی که لازمه خورد. میدونی چی بگم؟ اگه الان که لازم نیست بخوری، بعد موقعی که لازمه وقت اثرش قدر. نه لازم نیست و اصلا نگران نشه. از این جور چیزا زیاد پیش میاد. بله. اجازه دکتر یه سوالی از دوست چت برای من رسیده است که من فکر می‌کنم شاید برای دوستان مفید باشه. میگن چگونه میشه درد قلب را از دردی که در اثر درد معده و فشار اصلا تشخیص داد که کدوم به کدوم؟ بسیار سوال عالیه. ما یه بچه‌ای داشتیم 20 ساله برزو که این تفلک من فرستادمش مدیکال سکول به زور. نمیخواست بره، به زور فرستادیم. رفت جزایر یا جسدش رو بردن. میره خالی دکتر، دکتره میگه از معدته، از غذاته، از ترش کردنه، از چی چی چی، ولی از قلبش بوده. عرضم بزرگ انورتون خیلی سوال خوبیه و من هیچ وقت نرسیدم که آخرین متد رو بخونم که چیکار باید کرد. بهش میگن پروسده پق الیمیناسیون، فرانسوی ها میگن پیش بریم جلو با رد کردن علل دیگه. یعنی این باید طبق سوپرویژن پزشک آزمایشاشو بکنه و رد بکنه که قلب نیست.
دونه دونه بگه به این دلیل قلب نیست، به این دلیل قلب نیست، به این دلیل، یعنی روی تردمیل قشنگ بتونه بدوه و ضربان قلبش، ریتم قلبش، ارزم ای کی جیش، یعنی اون برق قلبش، اینا نشون بده. اگه اینا نرماله از قلبش نیست، ولی حتما باید چک بشه و همین جوری آدم نمیتونه بگه، سخته. حالا گرفتاری رو ببین چیه فرید جان. ما دو نفر داشتیم که واسه ترشی معده، ترش کردن، رفتن و کشتنشون. مادر دوست ما در خانم دکتر هست، به من زنگ زد گفت مادرم برای ریفلاکس رفته و الان رفته تو کما و میخوام برم بالا سرش. گفتن بیمارستان به پلیس گفته خانم را ندی. استاد دانشگاه، خانم بسیار ارزنده، فلا فلا، گفت خدا یه کاری بکن بیاریمش یو سی ال. تا ما اومدیم به جنبیم فوت کرد. یکی دیگه خانم دکتر دوست من، زنگ زدم میگم چطور این شیلو، میگه داغون. میگم چرا؟ میگه پسرخاله 20 ساله من برای ریفلاکس رفته، جنازه‌شو به ما داده. فکر کنم و و و و از این قبیله ها. اینه که باید پرایمری فیزیشن خوب داشت، باید متخصص خوب داشت، باید دنبال کرد. یکی از چیزایی که من از همه خواهش میکنم، میگم پرونده پزشکی عالی داشته باشید، یعنی این چیزایی که با این، یه چیزی هست به اسم جینیوس اسکن روی هوشمندتون، جینیوس اسکن، این به قدری قشنگ سکن میکنه مدارک رو، از عکس خیلی بهتره، از اون سکنرهای بزرگ قدیم هم خیلی بهتره، روی هوشمندتون. و اینا رو فایل درست کنید و داشته باشید. خدای نکرده اگر سیستم پرونده شما در مرکز پزشکی از بین رفت یا اشتباه شد، شما اینا رو داشته باشید. وقتی دکتر ببینه شما همه مدارکتون رو دارید و you're on top of it، خوشش میاد. تا اینکه بگه نمیدونم این قرص که میخورم چیه، نمیدونم چند میلی گرمه، نمیدونم درسته غلطه فلانه. وقت بذارین و ببینید که الان وضعتون از چه قراره، چه داروهایی رو داری مصرف میکنین، چه عوارضی دارین. و یکی از خوبیای داشتن پرونده اینه که سال دیگه که شما میرین MRI میکنید یا اکو میکنید یا X-ray میکنید فلانه، اگر یه چیزی پیدا بشه نگاه کنید ببینید پارسالم همه اینقدی بوده، با نگران نمیشید. میگه آره این پارسال این ناهنجاری همین شکلی بود، الان هم بعد یه سال همین شکلیه، پس اوکی هم. ولی اگه تغییر کرده باشه اون وقت میردون. اینه که پرونده پزشکی خوب داشته باشین رو خودتون، با پزشکاتون دوست بشین، دعوتشون کنید مهمونی، با هم بریم پیکنیک، اولش رو بپرسین. نه واقعا میگم متخصص عالی داشته باشین از سر تا پا، مغز، چشم، گوش، قلب، کلیه، ریه، بگردین این خوبا رو پیدا بکنید. و البته میدونم سرشون شلوغه، شما الان درمان لازم دارین، دو ماه دیگه بهتون وقت میدم. دیگه دو ماه دیگه من لازم ندارم. خلاصه خدا کمک من کنه. وحوش ناین بفرمید. خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر، واقعا چقدر لذت بردم و استفاده کردم. ممنون آقای جعفری به من وقت دادین، میدونم همه خسته هستن دوستان. آقای دکتر، دوستی من دارم که این ناخونای دست چپش درد میگیره، بعد میپیچه توی بازوش این درد، بعد میزنه تو قفسه سینه‌ش و پشتش. این تا 24 ساعت اینطوری بوده، بعد این میبرنش امرجنسی، اصلا قلبش مشکلی نداشته، این کانسر سینه توی میبینن کانسر سینه داره. آیا چه چیزی هست بین این کانسر و قلب و این مشکل؟ والا من این تخصص من نیست، نمیدونم، نمیخوام از خودم چیزی بسازم. من فقط تخصص من روی چیز بوده، رگای قلب بوده، این 50 سال تحقیق کردم و درس دادم و غیره و غیره. و منطقه خب انقدر استادای عالی اومدن رفتن سخنرانی کردن که بقیه چیزا رو هم شنیدیم و یاد گرفتیم. اینها این اولین چیزی که گفتیم به نظر من عصبی اومد و بخواستم بهتون دوستتون نورولوژیست توصیه کنم، ولی بعد میگن که کانسر شده. شاید دو تا چیز جدا، شاید کاملا به هم مربوط نبوده، چون یه نفر میتونه دو تا ناراحتی داشته باشه همزمان. اینها میشه میگم، یعنی کازن افکت نباشه، یعنی A باعث B نشده،
ای یه چیزی بوده واسه خودش. دوباره بگین ناخونای دست چپ مشکلی نداشتن، هیچ مشکل قلبی نداشت اصلا، ولی درد تو ناخونای دستشون و توی دست و بالا تو قفسه سینه پشت. وقتی تمام معایناتو میکنن میبینن اصلا مشکل قلبی ندارن، بعدا آلتروسان میکنن متوجه میشن که کانسر دارن. خب میگم تخصص من نیست و بی خودی دارم حرف میزنم و جواب میدم. میتونه سرطان اثر گذاشته باشه روی اعصاب و حدس من میگم حدس گمانه اینه که شاید دو مشکل جدا از هم بوده، ولی میتونه باشه، میتونه سرطان اثر گذاشته باشه روی اعصاب و هرچی که متخصصش میگه، هرچی که دکترش میگه. آسون نیست فهمیدن اینا و گفتن اینا، بخصوص برای منی که تخصصم نیست و من کارم فقط تحقیق و آزمایش و بیوشیمی و غیره. مشکل من. خانم حاتم بفرمید. دکتر میبینید ما این بعد دوستانمون خیلی سوال میکنن و به هر حال میبخشید که دوستان نشست هستن. گفتم تکس دادین باید ما خوب کار کنیم. بفرمید خانم. من چیز یاد میگیرم. ممنون از برنامه خیلی عالیتون. اگه محبت بفرمایید در مورد ورم لیور صحبت بفرمایید ممنون میشم. ولی ورم اصولا از 1995 خیلی اومد بالا. انفلمیشن گفتن که پایه همه بیماری هاست، از قلب، مغز، کلیه، کبد، سرطان ها و و و. انفلمیشن معنیش اینه شما در سخرک هاتون گلوبول سفید دارید و برای اینکه خون لخته نشه سلول اندوتیلیال، سلول ضد لخته توی سرگا هست. این گلوبولای سفید یادتونه 50 سال پیش 60 سال پیش میگفتن سربازهای بدن، مدافع بدن. اینا مدام چک میکنن دیواره رگ رو که این تمیز باشه، میکروب، ویروس، مواد شیمیایی، سلولای مرده اینا نباشه. گلوبولای سفید مدام رگ رو تمیز میکنن. اگر به ازای هر 10 تا سلول پوششی داخل رگ یک گلوبول سفید داره تمیزکاری میکنه اون اوکیه، ولی اگر از یه دونه بیشتر شد بهش میگن ورم، التهاب، آماس، انفلمیشن. زیاد شنیدید هی میگن انتای انفلامتوری، هی میگن اشکال تو این از انفلمیشنه و و و. اینه که انفلمیشن بله وقتی رگ، سرخ رگ مخصوصا کارش خوب انجام نمیده تمام اعضا اذیت میشن، از تای چشم گرفته شبکیه، رتینا تا مغز، کلیه، کبد و و و. حالا ورم کبد هم همینطوره. کبد میدونید کارخونه شیمیایی بدنه، یعنی از یه طرف مرتب چیز میسازه میده به بدن برای بازسازی و تعمیر و غیره و غیره، از طرف دیگه سمای بدن میاد تو کبد، سمای محلول در آب میره تو کلیه از ادرار دفع میشه، سمای محلول در چربی میره تو کبد، میره تو صفرا، میره تو روده و میره خارج. علتی که این دوست من هی خیار میخوره میگه حالم خوبه اینه که فایبر خیار سمای روده رو میبره. یعنی یکی از علل بیماری ماها اینه که فایبر به اندازه کافی نمیخوریم، گیاهی به اندازه کافی نمیخوریم، یبوست داریم و یبوست هم که داریم به جای اینکه گیاهی بخوریم، ورزش بکنیم، آب کافی، چه میدونم نرمش کافی اینا بکنیم، قرص میندازیم بالا، دارو میخوریم به جای که پرون جوس بخوریم، به جای که گلابی بخوریم. جوک گلابی رو شنیدین؟ میگه تو مهمونی یه نفر هی میرم یواشکی گلابی میخورم، بعد صابخونه میاد میگه خیلی ببخشید ممکنه یکی دیگه هم یبوست داشته باشه ها، گلابی رو تمام نکن. خلاصه این همه ما چیز داریم، امکانات کمک به دفع سم داریم، بعد یک درصد عظیمی از جامعه مسمومی، ما مسمومی. یعنی عجیبه که از این بیشتر مریض نمیشیم، از این بیشتر سرطان نمیگیریم، از این بیشتر عمل قلبی نمیکنیم. میشه بگم اینه که کبد تحت فشاره وقتی که ما کمکش نمیکنیم و با اون 5 تا کار
درست میشه. ورمش هم درست. 99.99% بیماری ها با اون پنشکار درست میشن. اولش مدیریت استرس، درست فکر کردن. درست فکر کردن. و ما اتفاقا توی آینه یه برنامه داریم، یه متخصص فکر کردن از ایران اومده، من هر هفته بهش میگم بیا، اسمش دکتر باقری، خیلی هم خوبه. اصلا شما ماتتون میبره که چه دنیایی داره تفکر، و ما چقدر دیمی فکر میکنیم و تصمیم میگیریم و و و و و. اینه که اول مدیریت استرس، یاد گرفتن این که چیزایی که به ما مربوط نیست نذاریم ما را اذیت کنه. مگه دیوانه ایم؟ مگه بیکاریم؟ در واقع یک دوست ما میگه که ما الکی ناخوشیم. یه وقتی میگفتن الکی خوش نباش، میگه نه کاش الکی خوش بودیم. میگه ما الکی ناخوشیم، بیدلیل بیدلیل تمام روان و تن و همه چیمون رو به هم ریختیم. اینه که کبد بله میتونه، چربی یکی از چربی، مثلا چربی حیوانی، چربی اشباع شده، این یکی از علل ورم کبده و بده چون میره تو فایبروسیس، میره توی سرطان کبد و خیلی بد میشه. اینه که باید گیاهی بیشتر خورد، ولی همه چی بخورین به اندازه. یعنی یکی از علل افسردگی مردم اینه که بهشون گفته اینو نخور، اون نخور، اون نخور. میگه غذای فارم نخور، غذای کارخونه بخور. فکرشو بکنی، شیر نخور، پنیر نخور، ماست نخور. یه میلیون سال ما همه اینا رو خوردیم، اوکی بودیم. و میگه میوه نخور، مگه میشه؟ غذاهای طبیعی نخور، آشغالایی که ما درست میکنیم بخور. و و و و. همینجوری هم تبلیغ میکنه توی تلویزیون، توی میدیا. و دکترها حتی گمراه شده. متخصصا گمراه هست. ولی چرا دکتر دستور غلط به شما میده؟ برای اینکه پروتکل مرکز اینه که باید این کار بکنه، این کار بکنه، این کار بکنه. چون اگه نکنه میره سو میکنه و وکیله میگه که دا. و و داستان خیلی زیاده. من بخوام بفهمید شما و سوال آخر باشه. جناب دکتر خسته هستم و بعدم من اصلا خسته نیستم. من تو صبح میتونم آدم به سن من، همیشه میگفتم این پیرا چقدر حرف میزنن، حالا میبینم دوست داریم زیاد حرف بزنیم. بفرمایید. من بخوام امید کردم جانم. من به خانم، من شما را امید کردم. بفرمایید میکروفون بزنید. بله نه نمیدونم چرا امید نمیشن. برای اینکه نمیزنن میکروفون پایینو. چرا میزنن؟ حالشو جانم دکتر، درود، سپاس و خسته نباشید. من مختصر عرض کنم خدمتون، وقت زیاد نگیرم. میخواستم ببینم که اکوی قلب و مانیتور کردن ضربان قلب برای طول یک ماه چقدر میتونه دقیقا نشون بده که ما در شرایط ای سی قرار داریم. عالی، خوبه. واقعا باعث خوشحالیه، شانس ماست که این دستگاه ها همینجور دارن در میان. حالا هی آسونتر و آسونتر هم میشه. شما با آیفونتون کارهایی میتونید بکنید که اصلا باورتون نمیشه. یعنی ما یک هزارم، یک میلیونیوم توانایی این دستگاه ها رو هنوز استفاده نمی کنید. و اونی که توی اصلا بهشته. من اینقدر خوشحالم که زنده موندم و این پیشرفت رو دیدم، این تکنولوژی رو، این دستگاه. نه خوبه، خوبه. منتها درست رفتار کنی، درست. آره خوبه. متشکرم. فریدون جان یه اجازه بده منم این سوالو بکنم از آقای دکتر. چطور میتونیم اینفلمیشن رو بیاریم پایین تو بدن؟ بهترین سوال. عرضم بزرگتون با اون پنشکار. یه جوک هست، میگن که شباهت پزشکا با متخصص کامپیوتر چیه؟ میگه هر چی که نمیفهمن میگن ویروسه. هم پزشکا هم متخصص کامپیوتر، هر چی که نمیفهم میگه. حالا منم شما هر چی که برسیم میگم اون پنجتا و درسته، چون که همونطور که الان عرض کردم، گلوبولای سفید دیوارای رگ و مدام بازرسی میکنن. آشغالشو عین شما باورتون میشه گلوبول سفید، این که میگم مال 50 سال پیشه، 60 سال پیش، 50 تا ماده
ویروس کش، میکروب کش. برای تو میشه گلبر سفید بلیچ داره، بلیچ. یعنی ترامپ بیچاره گفت که برای کووید بلیچ بزنی، همه بهش خندیدن. اون موقع میگفتن، 50-60 سال پیش میگفتن گلوبل سفید میره و برای ویروس های مختلف، میکروب های مختلف، سلول های مرده اینا مواد مختلف داره و مثل وکیوم کلینر میکشه عامل عفونی رو، عامل آسیبزا رو میکشه و مثل وکیوم کلینر میخورتش. بهش میگن ماکروفاژ، فاژ یعنی خوردن، اتوفاژی میکنه و تمیز میکنه میره. حالا و همونطور گفتم اگر ما اون پشت کار رو خوب نکنیم، یه عکس نشون دادم که یه دایره بود، گفتم وقتی استرس تو مغز هست پیام میره به مغز استخوان، میره به تحال، تحال گلوبول سفید زیاد درست میکنه، میرزه توی خون. به اندازش خوبه، اگه اونا نبودن ما زنده نبودیم. یادتونه دوران کووید یکی از بهترین چیزهایی که ما یاد گرفتیم همین سیستم ایمنی. همه قبل از اون بیشتر مردم نمیدونستن سیستم ایمنی مهمه، ولی الان به هر کی که میگه باید سیستم ایمنی رو تقویت کرد و درسته. به اندازه که باشن گلوبول های سفید، وقتی که یک ترامایی میاد، فشاری میاد، تریگری میاد، تا یه اندازه اینا سازنده و کمک میکنه. از اون اگه رفت بالاتر میشه اینفلمیشن. یادتون باشه همیشه میگفتن این کرونا نیست که میکشه، اینترلوکین 6 که میکشه. یعنی وقتی که رفت ریه رو اذیت کرد، گلوبول های سفید مواد دفاعی میریزن توی خون تا یه مقداریش کمک میکنه. از اون که بیشتر شد، خود اون ماده دفاعی میشه مسموم کننده. اون مثالی که براتون زدم، حتی آب زیادی میتونه مسموم کنه، نور زیادی میتونه کور کنه، اکسیژن زیادی میتونه بسوزونه. بنابراین شما با کمک. حالا یه چیز دیگه براتون بگم، 70 سال پیش دانشگاه برکلی نشون داد که شما با انجام اون 5 تا خوب، یعنی خوراک و ورزش و خواب و مدیریت استرس، اینا ژن‌های ایجاد کننده اینفلمیشن رو ترمز میکنی و ژن‌های ضد اینفلمیشن رو تقویت میکنی. خیلی قشنگه. اینو بهش میگن اپیژنتیک. یعنی شما ژن التهاب‌زا دارید، ژن ضد التهاب هم دارین. نشون دادم که از دور هسته سلول، این ژن‌ها توی هسته سلول هست، دی ان ای، یادتونه دی ان ای، از دور هسته سلول یه چیزی به اسم نوکلیر فاکتور، یک کلمه دیگه هم داره حالا یادم بیاد، نوکلیر فاکتور یه چیزی، میرن و ژن التهاب‌زا رو ترمز میکنن، کندش میکنن. این فاکتورهایی که در اثر خوب زندگی کردن درست کردی و ژن ضد التهاب رو تقویت میکنن. خیلی پیشرفت کردن و یه فیلد درست شد به اسم اپیژنه. اپی یعنی رو، یعنی اون ژن خودش هست ولی این میاد یه دونه متیل میذاره روش، بهش میگن CH3، یه دونه اتیل میذاره روش، یه دونه هیدروژن، یه دونه اکسیژن، یه دونه چه ای که شما با کمک به بدنتون ژن‌های التهاب‌زا رو آروم می‌کنه، ژن‌های ضد التهاب رو تقویت می‌کنید و بدن تعادل پیدا می‌کنه. خیلی قشنگه که ببینید زندگی هوشمندانه حتی روی ژن اثر داره اونا. خیلی خوبه. یه دونه تشکر جناب دکتر، من دیگه مزاحم شما نمیشم، ده گذشته است. امید دارم که در جلسات آینده بتونیم بیشتر از شما استفاده کنیم. دوستان همچنان در چت هم برای من سوال فرستادن ولی دیگه وقت نمیشه، احتمالاً در جلسات آینده با شما صحبت خواهم کرد احیانا اگر وقت داشتید بیشتر بتونیم از شما استفاده کنیم. یک دونه تشکر ازتون، ممنون ازتون، با امید دارم در جلسات آینده. ممنون از شما. شب خوش. شب خوش. شب خوش. شب خوش.